با سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 28 ماه سپتامبر 2018 میلادی و برابر است با 6 مهر ماه 1397. بله، جمعه 6 مهر ماه و یه مقداری برنامه رو زودتر شروع کردم، هیچ اشکالی نداره، چون در فکر این بودم که ساعت 3 اگر آقای امیر حسین لادن میان دیگه اون برنامه با خیال راحت هر قدر وقت میخوان محدود نباشن، که متاسفانه ایشون امروز مشغول هست و نمیتونه با ما باشه و من با شما هستم. لطف کنید این برنامه ها رو شیر کنید، چه موقعی که زنده هستن، چه موقعی که نیمه جانن، چه موقعی که مردن. در هر صورت گفت تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. این شعر دروغه، اون موقع هم که میای میبینی نیست، میری دنبال یکی دیگه، هیچ خبری نیست. در آمریکا این نمایش مسخره‌ای که 27 سال پیش هم تکرار شد، الان 2 هفته است داره اینجا روی صحنه اجرا میشه، مردم هم میشینن نگاه میکنن، حتی بعضی از رستوران ها زودتر از ساعت به اصطلاح معمولی باز میکنن، مردم هم میرن میشینن اونجا آبجو و اینها میگیرن و میشینن این نمایش انتخاب یا رأی اعتماد به اون قاضی که برای دادگاه عالی اینجا سوپریم کورت میخواد به اصطلاح بره اونجا و این شغلم مادام العمر هست نگاه کنن. و سلام آقای سربی، این رنگ پیرن چه به شما میاد، چه رنگ قشنگی، خیلی ممنون. این مال مدرسه ای هست که بچه های من اینجا دانشگاه رفتن، بهش میگن ویرجینیا تک. و اینجا هر مدرسه ای، هر دانشگاه، اولا اینجا دانشگاه هم میگن مدرسه، به محصلم از موقعی که میره کلاس اول میگن استیودنت تا اون آخری که میره دکترا میشه و پروفسور میشه استیودنت. مال ماست که هی عوض میشه، میشه دانش آموز، دانشجو، نمیدونم فرهیخته، پرهیخته. بمانه اینجا مثل پرچم که دارن، برای خودشون پرچم دارن، برای خودشون یک یا حیوانی یا یک چیزی دارن، سمبل بازی هاشون هست و بالاخره اینا هم خودشون یه جوری سرگرم کردن. و در طی سالهایی که این بچه ها میرن دانشگاه، یکی از هزینه های بزرگ پدر و مادر همین پولیه که بچه ها خرج لباس و کفش و جرزی و نمیدونم لیوان هر چی که میخرن باید اسم این تیمشون باشه و یه جوری برای اینا دسته و گروه درست میکنن. هیدری نعمتی، هیدر نعمتی، بعضی وقتا هم تو بازی ها نمیدونی اینقدر بلند میشن از این منطقه میرن اون منطقه، چقدر خرج میکنن، چقدر هتل. ولی همیشه من میگم خب این بهتر از اینه که تو سر همدیگه بزنن و گریه و زاری و ما محرم و نمیدونم تو گل بخوابن، میرن علمه خوشحال. البته این خوشحالی ها بعضی وقتا خطرناکه. یکی از همین خطرناکا همین آقایی که الان قاضی است، ایشون وقتی 16-17 سالش بوده، 36 سال پیش، خیلی شیطون بوده، بچه اول و آخر خانواده بوده، مادرش دادستان بوده، خیلی لوس بوده، خیلی قلدور بوده، بعد خیلی مشروب میخورده، وقتی هم مشروب میخورده به این و اون زور میگفته و خودشم اصلا دیگه قش میکرده میافتاده که فردا یادش نبوده. حالا دیروز آقا اومده اینجا از مردم آمریکا و دنیا طلبکار شده که نه خیر، من اصلا هیچ وقت، بله مشروب که میخورده میخوابیده، ولی هیچ وقت اینجا میگن پس اوت، یعنی قش نمیکرده از بره. و دوستاش همه اومدن میگن آقا این دروغ میگه، دیشب تمام اون دانشگاهی که رفته بعد از مدرسه، چون این اتفاق موقعی افتاده که اینا تو دبیرستان بودن، بعد از اینجا هم تو اون دانشگاه یل که بسیار معروف است اونجا هم رفته، این آشغال اونجا هم همین آشغال کله بازی ها رو در میورده. و دیروز یا امروز، امروز دین، من نمیدونم تو فارسی ما نداشتیم چیزی مثل این، اینجا به غیر از مدیر و معاون و معلم یه چیز دیگه هست به نام دین، که نه دین آیین، نه
نمیدونم به فارسی، اگه کسی میتونه ترجمهش کنه به فارسی برای من بگه. این حقیقتا میشه بگی قدرت اون شعبه رو داره، اون قسمت رو داره. قسمت حقوق دیدین، مثلا میگفت دانشگاه پهلوی، دانشکده ادبیات، دانشکده پزشکی، فلان. قسمت حقوق همون به اصطلاح قانون و مواد چیز و اینها، دین اون قسمت. وقتی که این صحبت های این خانم پروفسور فورد رو دید و قلدربازی های این دیوونه، برید ببینید فقط این چند بار گفته آبجو دیروز تو برنامهاش. بعد طرف بهش میگه آقا شما آبجو میخوری؟ میگه بله شما میخوری؟ که بعد وقتی رفت بیرون، حالا یا خانمش یا دیگران بهش گفتن احمق فکر نکن تو اینجا قاضی هستی، اینجا سناتوره داره از تو سوال میکنه و درست عین کلمه بازجویی و پرسش و اینا تو باید جواب بدی، خیلی هم مؤدب. برگشت اومد عذرخواهی کرد، ولی اینم مثل آب ریخته شده است، وقتی میریزه دیگه شما نمیتونی جمعش کنی. و اما امروز شما رو بردم خونه عمم. ما یه عمه‌ای داشتیم خدا بیامرزتش، همون که میگفت همین جوری که شما صدای این تلویزیون رو میتونی با گوشت بشنوی و تصویرشو ببینی، اینا هم شما رو میبینن، شما رو هم صداتون رو میفهمن. ما میخندیدیم که 45 سال پیش، شاید هم 50 سال پیش، بله 62، 50 سال پیش، همون اوائلی که تلویزیون اومده تو شیراز و تهران. تهران زودتر از تلویزیون، زودتر از شیراز تلویزیون دار شد. اینم یکی از مشکلات هم دوره شاه بود هم دوره این آخوندا، که اینا نتونستن عدم تمرکز. شما وقتی یه جایی رو بهش برسی، مردم اون جایی که بهش رسیدگی نمی کنی بلند میشن میان اینجا. حالا مثلا شما اگه تو آلمان هستی، اگه به فرانکفورت خیلی برسن، طرف بلند میشه از اشتوتگارت میاد اونجا، میگه آقا من چرا اینجا برای یه اتوبوس 2 ساعت وایسم، میرم فرانکفورت که هر 5 دقیقه اتوبوس بیاد. ولی اگر بهش بگن تو فرانکفورت اتوبوس 5 دقیقه که میاد، شما ربع ساعتم تو ترافیک معطل میشی، ولی اشتوتگارت همون 5 دقیقه اتوبوس میاد، ترافیک هم کمتره، طرف میره اونجا. اینه که هیچ شهری با هم فرق نداره. اگه شما برید تهران ببینید سوپرمارکت های خوب هست، شبانه روز هم بازه، ولی اگه رفتی شیراز ببینید 6 عصر همه جا بسته، شما نمیتونی یه نونم گیر بیاری. اگه دیر اومدی از سر کار، دست پات جمع میکنی میری تهران. چه اشکالی داره؟ یه نیروی کار از اینجا کم شده، یه نیروی ناخواسته به اونجا اضافه شده، این تعادل و توازن و بالانس و همه چیه به هم میزنه. اینا درباره تلویزیون، اول تلویزیون رو آوردن توی تهران و فکر کنم 2-3 سالی طول کشید تا بیاد توی شیراز. در صورت وقتی شیراز هم تلویزیون اومد، همه قدرت خرید نداشتن، ناگفته نماند که همون موقع مثلا شما اگه تلویزیون مثلا اگر 300 تومن بود، اگر 30 تومن میدادی، باقیش میتونستی ماهی 15 تومن همین مثل قسطی اینجا ماهیانه پرداخت کنی. و خیلی ها اینجوری یخچال میخریدن، تلویزیون میخریدن. آدم باید اگه بدشو میگه خوبشم بگه. در صورت ممنونم، خوشحالم که شما این رنگو دوست داشتی. هوا اینجا به شدت پاییزیه. پاییز که میدونی صبح که میرفتیم مدرسه سردمون بود، میلرزیدیم، بعد از ظهر که میبدیم این لباس ها رو در میآوردیم، یکی میبست به کمرش، یکی میذاشت تو جیبش، یکی میبست به دوچرخش، و گرما بود و اینها. اینجا هم همینجوری شده، صبح که میری بیرون سرده، باید یک کاپشن هم با خودت ببری که بنده اینجا دارمش، این پشته. بعد از ظهر که میای گرمته، ما هم در آوردیم اینجوری نشستیم در خدمت شما هستیم. و آقای این نشست یو ان الان دیگه دنبال نمی کنم، مثل که این چند تاش مهمه، اصلا نمیدونم هست نیست، تموم شد رفتن، و اصلا مهم من نیست. این یو ان برید تاریخچه پیدایش و اینا رو بخونید، اصلا عوضی درست شده، عوضی تو آمریکا گذاشته شده. آخه این باید مثلا توی کشور اروپایی باشه که اینا نتونن اعمال نفوذ کنن. بعد یونایتد نیشن یا سازمان ملل سازمان دوله، اینکه هر کشوری 200 تا کشور هر چی میگن 5 نفر فقط بتونه بیاد حرف بزنه یا یکی دو تا ویتو کنه، که این فایده نداره. ولی یه چیزای مسخره اینجا اتفاق میفته، یکی از اونا این آقای نتانیاهوئه. باور کنید این نتانیاهو اگه شما بگی درست تره، چون گاهی وقتی تیسکلنگ میندازه. این مردک احمق دیوانه
اگه آقای زرابی نگاه میکنه، آقا شما با این دوستان کلیمی که مصاحبه میکنید بهش بگو آقا این نتانیاهو خجالت نمیکشه میاد یه عکس بمبی میکشه، به جای بمب هم یه چیزی مثل نارنجک یه فتیله گذاشته بهش، داره میره میگه رسیده به اینجا الان منفجر میشه، که ازش میخنده. سال قبل اومد اینجا یه مش سی دی آورد، اصلا دیگه کسی سی دی استفاده میکنه، همه دیجیتاله. یه مش سی دی آورد، گفت ما 3 تا اتاق سی دی آوردیم، آشغالای خودشو داد به آمریکا. امسال گویا رفته عکس در یه خونه ای را آورده، خونه های ایران دیده بودیم باغ و اینا، یا خونه های بزرگ ساختمون اونجا بود، جلوش حیاط بود، دم در توالت بود، بعد که میمدیدم در یه در آهنی زشتی با 2 تا چه میگم چی بهش بگیم چارچوب بگیم، که این آخری هم شده و سیما. اینو نشون داده که ما دوباره یک مرکز بمب و نمیدونم بمب اتم اینا رو درست کردیم. حالا آقای مشایخی یه چیزی گذاشته بود، من بهتون نشون میدم و ببینید. باز میدونید تو ایران توی قسمت بلوچستان گویا یه گروه تروریستی آمدن حمله کنن، ولی لو رفته بودن یا اون پاسدارا و مرزبانا به اصطلاح دفاع کردن و اینا رو فراری دادن و یه مشت کشته و اینها. در صورت اوضاع خیلی خرابه، همون ماجرایی که بعضیا خواستن بی احترامی نکنن میگفتن شیر تو شیره، بعضیا میگفتن واقعا اوضاع خر تو خره. همین گفتم یه دوستی برای من توییتر آقای روحانی رو فرستاد، خب وقتی اینا میفرستن منم میدونم که حالا من جوابش میدم که نمیره برای آقای روحانی، ولی بالاخره امیدوارم یه کسی بخونه. نوشتم آقا شما اومدی حرفا رو زدی، حرفاتم خیلی قشنگ، ولی حرف قشنگ که کار نمیکنه که. آقا تا قبل از اینکه تیک تیکتون کنن مثل صدام و نمیدونم اون قذافی و اون حالا رئیس جمهور مصر، باز حسنی مبارک از همه اینا عاقبت به خیرتر شده. و این عکس دوستمون فرستاده که سر و مرو گنده داره برای خودش میچرخه، ولی گفتم قبل از اینکه سرنوشت اینا پیدا به سراغتون بیاد آدم بشین با مردم چیز کنی. آقای زهرابی به من میگه آقا اگر قرار باشه بین رضا پهلوی و روحانی یکی رو انتخاب کنی، من خودشو میگه من رضا پهلوی رو انتخاب میکنم. بعد حالا من منتظر بودم که خب ول کنه من بهش جواب بدم بگم که من لازم نیست کسی رو انتخاب کنم، به 2 دلیل: یکی من ایران نیستم، بعد دوم این که شما همیشه مجبور نیستید رأی بدین، اگه میبینید بین رأی بد و بدتره رأی ندین. برید این برنامه جورج کارلین، کمدیانی که چند سال پیش فوت شد، گوش بدید. میگه اینه که تو گوش شما کردن اگه رأی ندین، حق مخالفت یا حق انتقادم ندارید، این یه مزخرف بی خودی گفتن. اتفاقا اونایی که رأی نمیدن با رأی ندادن هم حق انتقاد دارن، هم اینکه همون اول انتقاد کردن، گفتن من نه اینو قبول دارم نه این، و این کاغذی که شما نوشتین بیجا بشگم بلد، این بلدی که شما دادی دست من، این تیکتی که شما دادی دست من نوشتی رضا پهلوی و روحانی، این دوتا مورد تعیین من نیست، تایید من نیستن. من اگه یه تاکسی داشته باشم نمیدم به رضا پهلوی کار کنه باهاش، ممکنه این دوستان افغانی که به قول خودشون میگن بده ما تاکسی تو بچرونی، درست هم میگن، میرن میچرن دیگه، مثل گاو که میره میچره، مگه حیوان اینا میگن grazing فکر کنم. در هر صورت اینم از این ماجرا. بذارید من این دوستان رو چون زودتر برنامه رو شروع کردم، اینجا یک کلیدی هست به نام invite یا دعوت کردن، دعوت کنم بیان، چون همینجوری که زودتر شروع کردم زودترم برنامه رو تموم میکنم. بهتون بارها گفتم ما کارهای ویدیو اینها معمولا روزای جمعه شنبه یه شنبه، دیدید مثلا میخواستی بری دکونه عمود یا دکون دایید، مغازه دایید، مغازه عمود، مادرت میگفت مادر جون حالا نرو، الان موقع نهار بازاره، مزاحمش میشی. ما هم نهار بازارمون این جمعه شنبه یه شنبه است که تولدی هست، گریجویشنی هست، ازدواجی هست، خدای نکرده چیه، اونم قسمتی از زندگی، مرگی هست، مراسم یادبودی هست، ولی این خونه عممون، آوردم بهتون خونه عمه زیر درخت. و خیلی جالب بود، بیشتر خونه ها اونجایی که حوض بود، بعد یه آبرویی هم بود که آبا بالاخره میرفت اونجا، بهش میگفتن آبشی، بعد اونجا یه درخت بود،
و این درخته معمولا از همه اونای دیگه هم قوی تر بود. اون ور باغچه بود، آبش میدادن، مواظبت میکردن، ولی این چون اصلا ریشش به آسونی و همیشه نزدیک آب بود و آبشی و اینها قوی بود. من یادم خونه عمه ما یه درخت اناری بود که من زورا میرفتم این انارا هنوز نرسیده میکندم و میخوردم، بعد میگفتن دبشه، گسه، یا اینجا بهش میگن بیدر، تلخ تقریبا، ولی بالاخره خوشمزه بود، مخصوصا اینکه چون گفته بودن نکنین تا بزرگ بشه، وقتی میکندیم بیشتر استفاده میکردیم. آقای اکبری هم بخونید با اون آهنگ من آمده ام، میگه سلام من اومده ام، من آمده ام، آه آه، مالی کی بود این آهنگ؟ در هر صورت خوشحالم که شما اینجا هستید و گفتم بعضی وقتا این برنامه زنده اون وقتا اینجوری بود که مثلا من باید سال یک میمدم، چون قبلش بیبانی معتاد بود، بعدش آقای سرشار رو نمیدونم متولق بود، بعدش اون یکی بود، بعدش اون بود، این بود که برنامه بود. اینجا که خودمون هستیم، ریش و قیچی و سیبیل و مو و همه چی دست خودمونه، هر وقت خواستیم شروع میکنیم. امیدواریم این اینوایت هم بفرستیم بیاد برای شما. من نمیدونم اصلا این سیستم کار فیسبوک همچین که ما میخوایم یاد بگیریم یه روش دیگه میاد. اون موقع من برای 8900 نفر 9000 نفر دعوت میفرستادم، همه میگرفتن، اینا فهمیدن ای داد بیداد، خب این اینجوری داره مجانی استفاده میکنه، بستنش. حالا باید تگ کنید، تگ اینجا به نمره میگن، تگ ماشین، تگ کردن، نمیدونم به انگلیسی یعنی چی، مثلا این گاو و فلان اینا رو لابد وقتی یک چیزی به گوششون آویزون میکنن به اینا میگن تگ زدن، مثل مور که میزنن. حالا دوستامون هم باید تگ کنیم، بعد کی حالا حوصله داره بشینه مثلا 100 تا رو تازه اگه بتونیم تو هر یه دفعه چیز کنیم 90 مرتبه من باید بفرستم تا 90 تا 100 تا بشه 9000 تا. اینی که دیگه ما همینجوری میریم میگیم اونا هم خودشون میان. و اما سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا گفت مجاهدین در میان مردم ایران جایی ندارند. الیزابت استینکی، اگه این استینکی بود یعنی بو میده، الیزابت استینکی سخنگوی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا ضمن رد بعضی حمایت‌های سیاستمداران کرایه‌ای از مریم رجوی گفت موضع ما در قبال مجاهدین این است که آنها جایی در میان مردم ایران ندارند. آقای گلن ترشیزی صبح شما بخیر. گفتم نرو، گفتم گول این انجمنهای نمیدونم چی چیه چهل فلان نخور، رفتی وقت خود طرف کردی آمدی، حالا بفرمایید چی میگه. جهت دیدن مسابقه سخنگوی وزارت خارجه روی لینک فوق کلیک کنید. من ببینم این میتونیم چیش پیدا کنیم، و دلیلش اینه که اینا خودشون موندن. این لینکی هم که این دوستمون میفرسته یه روز درست کار میکنه، یه روز باید بریم ته چا ته وبسایت اینا تا این لینک رو بیاریم، و اینا هم هرچی ما میگیم گوش نمیدن، درستش نمیکنن. میگه برای من که میاد دعوت، نمیدونم آخه من اینجا هم دو جور دعوت میکنم، چون اسم شما اکبری هست همون اولیا هست، اولیا رو 20 تاشو میزنم ABC میاد، ولی اون 9000 تایی رو که من باید یه دکمه بزنم invite all یا همه رو دعوت کن، اونو دیگه نمیدونم چجوری میاد. خوشحالم که پس این دعوت برای شما میاد. سعی میکنم هر وقت که برنامه زنده دارم یا خودم هم زنده هستم به شما خبر بدم. ببینیم این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چی گفت. اینجا رو شما داشته باشید، تصویر رو براتون بیارم اینجا، و کامرای 3 این رو هم از عوض شدن تاریخ و اینها ببندم. بله، میگه سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا گفت مجاهدین جایی در میان مردم ایران ندارن. 28 سپتامبر همین تازه تازه از تنور آمده بیرون. الیزابت استینکی سخنگوی گفت جهت دیدن و این آب پاک، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بر سر مریم رجوی جهت مشاهده ویدیو، این رو هم ما کلیک کردیم ببینیم چی میشه.
اینجوری درست نیست. متاسفانه دوستان یه چیزایی رو اینا حالا دوچه بله گفته، یه لینک که میفرستن لینک ها مستقیم نیست، هی ریدیرکت میشه ریدیرکت میشه، آدم خسته میشه. حالا آوردمون ما رو از اونجا توی صفحه این، میگم ما متاسفانه خود منم همینجوره، قبل از اینکه الفبای یه زبانی رو یاد بگیریم میخوایم بریم براشون شعرم بگیم. اینم همینه، الفبای این تکنولوژی چیز رو یاد نگرفتیم. ببینید این ماوس ما وایرلسه خیلی میپره اعصاب منو خورد میکنه، انقدر حساسه، تکونش میدی بفرم میپره. حالا بعد نیست، حالا باید ببینید چی میگه این خانم. خانم استیکنی، وزیر امور خارجه آمریکا گفته که آقای ترامپ آماده است که با مقام های ایران و حتی رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای دیدار کنه. حالا فرض رو بر این بذاریم که چنین دیداری صورت بگیره و مذاکره ای انجام بشه، مهمترین چیزی که از اونها میخواید چی هست و چه امتیازی حاضرید در مقابلش به اونها بدید؟ خب نمیتونم به یک سوال فرضی جواب بدم، ولی همونطوری که پرزیدنت ترامپ گفت در مورد مذاکره کردن با کشور ایران خیلی جدی هست و منتظر سخنرانی آقای ترامپ این هفته در مورد ایران و بعد چیزهای دیگه هست. شما از رژیم ایران، از حکومت ایران چی میخواید؟ آمریکا بارها گفته و آقای ترامپ بارها گفته که میخواید ایران تغییر رفتار بده و دنبال تغییر رژیم نیستی. آیا اینطوره؟ همانطوری که پرزیدنت ترامپ گفت، ما دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم، بلکه میخواهیم یک تغییر در رفتار رژیم ایران ببینیم، مخصوصا در عرصه فعالیت های محارب ایران تو منطقه که یک تهدید نه تنها به آمریکا هست بلکه با کشورهای دنیا هست، و ما امیدوار هستیم که بتونیم این هفته تو این مکان مناسب که مجمع عمومی سازمان ملل هست به این تهدیدها و دیگر تهدیدهای جهانی بپردازیم. خب اگر واقعا دنبال تغییر رفتار رژیم ایران هستید، به نظر شما آیا آمریکا دیپلماسی درستی در این راه در پیش گرفته؟ مثلا خروج از برجام یا فشار اقتصادی به نظر شما تندروها رو در ایران اتفاقا دستشون رو بیشتر باز نذاشته و امکان تغییر رفتار رژیم رو اتفاقا بیشتر نبسته؟ با اجرای دوباره تحریم ها ما میخواهیم در آمد رژیم ایران ها که صرف فعالیت های مخارب و بی‌ثبات کننده می کند متوقف کنیم. البته هدف تحریم ها مردم ایران نیست، ولی امیدوار هستیم با اجرای دوباره این تحریم ها نه تنها در آمدی رژیم ایران را کوچکتر بکنیم، ولی همچنین امیدوار هستیم که ایران مجبور خواهد شد تا دوباره به میز مذاکره بیاید و ما در جستجوی یک توافق نو و بهتر هستیم. یک سوال اینجا میمونه، اگر که شما واقعا بخواید که در رفتار رژیم ایران تغییر ایجاد بکنید، چهره های نزدیک به آقای ترامپ و چهره های مطرح دولت اون در نشست مجاهدین خلق شرکت میکنن و ابایی هم ندارن از اینکه بگن که میخوایم که این حکومت بره. خب فکر نمی کنید که با یه همچین سیاستی یه مقداری مرز بین تغییر رژیم و تغییر رفتار رژیم رو با هم دیگه به هم ریختین؟ ما میخواهیم تغییر در رفتار رژیم را ببینیم و کسانی که با گروه های دیگه صحبت میکنند، کارمندان وزارت خارجه یا کارمندان حکومت کارمندان دولت آمریکا نیستند و قبلا گفتیم و میگیم الان که گروه مجاهدینی حق از نزد مردم ایران جایگاهی ندارد. گروه ائتلاف ملی برای جلوگیری از ایران هسته‌ای که خانم آلبرایت هم جزء خب همین بود، متاسفانه بازم این یه اشکال دیگه که دوستان وقتی مطلبی اینجوری می‌نویسن بنویسن از دقیقه چند. این تمام این ویدیو، مثلا این ویدیو کلش 5 دقیقه و 25 ثانیه است. شما وقتی راجع به مجاهدین صحبت می‌کنی بنویس مثلا دقیقه 3 و دقیقه 3 و 30 دقیقه 30 ثانیه. اینجوری اونی که میخواد این بیاد این قسمت رو گوش میده به احتمال 99% همه رو از اول نگاه میکنه، ولی یکی که میخواد استفاده کنه برای به اصطلاح رفرنس یا بهش استناد کنه دیگه اینجوری علاف نمیشه. در اصل شنیدید،
اولا این خانم چون جوونه وقتا یادتونه میگفتن حرف راست رو از آدمای مست یا از بچه ها، سنش بچه است دیگه، جوونه، حرف زدنش هم که مثل دوستان افغانیه، احتمالا از اون دوستان یاد گرفته یا تو افغانستان بوده یا ممکن اصلا خودش افغانی باشه، شوهرش مثلا آمریکایی باشه، اینا بماند، اون مهم نیست. ولی میگه که اینایی که میان اونجا زرزر میکنن اینا کارمند دولت نیستن، ولی ما از طرفی هم نگاه میکنیم ببینیم عکس العمل ایران چیه. یعنی شما این رضا پهلوی هم گاهی وقتی مثلا میبینی یه دفعه علم میشه و یادتون باشه با همه که اینا میگن اینجوری، آمریکایی‌ها خودشون یه چیز دارن میگن never say never، هرگز نگو هرگز. یعنی شما الان این وسایل هست، DW دوچه وله تماس میگیره با این صحبت میکنه، قبل از زمان شاه که همچین چیزی نبود که، ولی اگر قبل از شاه کسی تماس میگیره با اینا، اینا میگفتن که ما میخوایم حکومت ایران عوض کنیم یا حاضریم عوض کنیم. اینه که به حرف اینا نمیشه اطمینان کرد. ولی من و شما میبینیم امروز یه چیزی آقای گلن ترشیزی گذاشته بود، ما گذاشتیم، همه فوش میدن آقای ترشیزی، همه از خیانت مجاهدین. آقا میگم خود شما الان ناخواسته مجبورت کردن اسم مجاهدین رو نیاری، ولی متوجه نیستی. از خودت سوال کن. بذارید من یه چیزی بهتون نشون بدم. اولا دو تا چی، یکی این مهمونی که خانم مریم خانم رفته، من به شما نشون بدم. یه فیلمی بود توی ایران به نام قمر خانم، خونه های پایین شهر دوره شاه رو نشون میداد که یه خانم به اصطلاح خیلی، حالا بعضی ها میگن لکاته، بعضی ها میگن خب مثلا این خانمه مثل شوهر نداشت، خونهشو میداد اجاره، از این درآمد خونه زندگیشو میگذروند و اینها. نقشش هم پروین ملکوتی بازی میکرد، اگه ندیدین برید ببینید، حتما هست روی یوتیوب و اینها. داستانای قشنگی بود، مثلا اینا نشسته بودن کنار، یا فیلم مال اون آقای نصرت الله کریمی نشون میداد مثلا خانمها نشستن دور حوز ظرف میشورن، رخت میشورن، بعد با چادر و اینها، بعد یه نفر اگه در میزنه، حالا یا مثلا بی حجاب نشستن ولی چون باور حجاب دارن و اینها، یه نفر که در میزنه طرف بلند میشد قباش رو میکشید روی سرش که سرش لخت نباشه، ولی وقتی میدوید میرفت شورتش رو، ببخشید، باسنش رو، رونش رو، پاش لخت بود. حالا شما یه نگاه کنید به این عکس خانم رجوی در این مراسم. ایشون من تا این عکس رو دیدم درست یاد اون فیلم های نصرت الله کریمی و این فیلم قمر خانم و اینها، قمر خانم، نه قمر خانم گفتم، کی بود خدایا، فکر کنم، بذارید این نگاه کنید. آخه خانم شما اگر روسری پوشیدی اینجای پات که نباید لخت باشه، حالا هرچی هم این دامنت بلند باشه، وقتی شما اون بالا وایستادی اینایی که این پایین این جلو نشستن یه مقدار از اینجا هم بالاتر میبینن. آخه این چه مسخره بازی شما سر خودتون در آوردی آقای ترشیزی. واقعا براش نوشتم آقا شما یه مدتی هم دنبال نیاک بودی، بعد آمدی گفتی آقا نیاک با وجودی که سپورتش میکردی، پولش میدادی اینها، اون حزبی که شما میخوای نیست. الان بهش میگم آقا شما هی میگین این نمیدونم ایرانیان فلان، انجمن فلان، اینا رابطه اینا با مجاهدین چیه؟ اگه اینا مجاهدین نیستن رابطه شما چیه این وسط؟ تو که نمیتونی هم مجاهدین باشی هم جزء این سازمان باشی، چون سازمان رو آدم وقتی میره که مثل حقا که شما نمیتونی 18 تا اداره و شرکت بگی من همه کاراش هستم، میشه یه دروغگو. خلاصه اینی که اینا آمدند و تظاهرات انجام دادند و رفتند و ویدیوهاش هم دیدید و یه چند تا عکس هست من اینجا بهتون نشون بدم. منتظر خواهر و برادرای، فکر نکنید که شاه بیچاره فقط میگفت اگه با من مخالفید بیاین من پاسپورت بهتون بدم برید بیرون، که این نمیفهمید آقا کشور مال تو نیست، کشور مال مردمه، مال همه است.
تو میتونی اگر نمیخوای با این مردم باشی پاسپورت بگیری بری. اتفاقا شما پاسپورت هم احتیاج نداشتین چون هر کدومتون 2-3 تا ملیت این ور اون ور داشتید. مثلا این آقای زرابی میگه این مردم ایران لیاقت نمیدونم همین آخوند. میگم آقا این مردم اگه بدن من نمیفهمم شما چرا اینقدر گلو پاره میکنی براشون. شما چرا میرید تو خیابون داد و بیداد 6 نفر آدم میان وقتی هم من مینیستم اینا اومدن پناهندگی بگیرن که حق دارن این کار انجام بدن شما پاکش میکنی. خب چرا برای این مردم این کارو میکنی؟ برو برای خودت خوش باش. شما که یا اقامت آمریکا رو داری یا اقامت آلمان رو داری یا انگلیسی بلدی یا آلمانی بلدی زندگیت میگذره. چرا این کارو میکنن؟ این پول سوشال وقتی کسی بگیره بیکار باشه همین کارهای اینجوری میکنه. آخرش هم افسرده میشن. خدا نکنه یه روزی مثل داداشش خودکشی کنه. خدا کنه مادرش بهش بگی که آقا دست بردار، خجالت بکش، چند سال جوونی و عمر خودتو گذاشتی دنبال این، به کجا رسیدی؟ حالا از صبح تا شب هم شما فوش بده به روحانی. آقا مگه فوش سوار ماشین میشه میره دنبالشون تو خیابون، در کوچه‌شون میزنه میره تو، میره فلانجاشون، هر چی میخوای فوش بده، چه فایده ای داره؟ اون احمقام که میرن عمل تروریستی انجام بدن، میرن زن و بچه مردم میکشن. بعد یه فیلمی گذاشتن یه دختر کوچولو جنازه باباش رو گذاشتن اونجا داره گریه میکنه. یک خانمی که عکسی آقایی گذاشته رو فیسبوک به عنوان خودش آمده میگه این فیلم ساختنیه. آقای بها ابهری هم میگه آره این فیلم ساختنیه، این دخترم هنرپیشه است. آخه اینقدر شما بیشعورید؟ بابا اینی که میکشن حتی اگه پاسدارم باشه پاسداره از من و تو بیشتر بچه داره. من و تو یه بچه، دو تا بچه که گیرمون میاد، ماکسیموم 3 تا بچه دیگه جونمون میلرزه. اینا احمدی نژاد و اینو اون بهش میگه هرچی بچه درست کنی هم در این دنیا ما بهت پول میدیم هم در آخرت اجر میبری، سرباز اسلام. خب اینا بچه دارن، زن دارن، فامیل دارن. اینی که من به این نادانا میگم آقا شما وقتی به یکی از اینا حمله میکنی با 20 نفر خودتو در میندازی. اینا که مثل من شاه اللهی و توی مجاهد نیستن که تا یه اینجوری گفتی بترسه برن. اگه رفتی جلوش خودش که میاد روبرود وای میسه 20 نفر هم فامیل درجه 1 داره، نه فامیل درجه 2 و 3 و 5 و 8 و 9. فامیل درجه 1ش 20 نفره، داداشش، خواهرش، بچه خواهرش، باباش، بلان بیسار، بچه های خودش هم میشن 20 نفر حداقل اگه 50 تا نباشن. بله. آقای اکبری از آلمان، آقای ترشیزی میگه این آقای ترشیزی انگار داره با کورها تلیت میخوره. میگه سیاها با خرج خودشون میان تظاهرات، اینا نمیدونن اصلا ایران کجاست. خیلی ممنون آقای رهبر. بله منم نوشتم برای آقای ترشیزی، نوشتم دوستان ببینید تا 3 روز پیش ترشیزی اصلا اسم مجاهدین رو نمیورد. اگه بهش میگفتی به انگلیسی بنویس M-E-K وارونه مینوشت. اگه میگفتی مجاهدین میگفت چجوری باید هجی کنن، بلد نبود، یادش رفته بود، مموریش پاک شده بود. الان که دوباره تموم شد مجاهدین رو راه انداخته، بعد میگه آقا شماها کوته فکرین، شماها عقب افتاده هستین. آقای ارنست چگوارا گفت من مملکت ندارم، من دنیا مملکتمه. این مجاهدینم دنیایی فکر میکنن. میگم آقا یواش برو تا با هم بریم، خجالت بکشید. بعدم یه اصرار داره که اینا بچه های مارتل لوتر کینگ هن. اینا آمدن آقا مارتل لوتر کینگ که اینا بعد به یه مش آفریقای پناهنده رو شما رفتین از کلیسا ملیسا پول دادید آوردید، بعد حالا هم اصرار میکنید که پولشون خودشون دادن، خرجشون خودشون دادن، اصلا خودشون به فکرشون رسید بیان اینجا دنبال 11 ماده. حتما میگین 11 ماده چیه؟ میگن یه مادهش مریم رجویه، یا 10 تاش هم ماده‌ای که مواد، کلمه با مواد میگفتن، مفاد، مفادی که ایشون نوشته. یه آقای آمریکایی دوباره از همین بازنشسته‌ها، از کار افتاده‌ها، عقب افتاده‌ها آمده گفته اصلا این موادی که خانم رجوی گفته یه جورایی نزدیک به چیزایی که جفرسون گفته. خب منم اگه بخوام یه چیزی بنویسم میرم یه کتابی برمیدارم مال اونایی که سرشون به تنشون میارزه مردک، نمیرم مال صدام حسین و مال شاره بیارم.
میرم مال جفرسون میارم، مال فرانکلین میارم، می نویسم. خب این که هنر نکرده. گفتم وای، تا دیروز شاه اللهی ها میگفتن که جفرسون رفته این خشت گلی کوروش آورده از رو اون قانون اساسی نوشته. این آقای چمنارا میگه ها. بعد حالا دیگه لابد از امروز این مجاهدا میگن آقا اصلا جفرسون اینو از خانم رجوی کپی کرد. حالا هرچی هم میخوای بگی آقا اون 270 سال پیش بود، این امروز اینا کاری ندارن که. اینا برد نژاد رو عوض میکنن، کشور رو عوض میکنن، تاریخ رو عوض میکنن، همه کاری میکنن، چون باور دارن که چی؟ هدف وسیله رو توجیه میکنه. خیلی این خطرناکه که هدف وسیله رو توجیه کنه. همین چیزی که آمریکا امروز گرفتارشه. این مردک که نشسته الان هنوزم برنامهش هست، داره دروغ میگه، بعد یکی از اون عقب افتاده های ریپابلیک جمهوری خواه میگه بذار من مشکل حل کنم، شما به خدا باور داری؟ میگه بله، من هر یک شنبه میرم کلیسا، به خاطر همینم هم دیگه نمینویسم، مثل مسواک زدن که نمینویسم تو تقویم، کلیسا رو هم دیگه نمینویسم، مثل خوردن خوراک و اینا که نمینویسم، که آخر رفته تقویماش آورده. بعد میگه خب اگه به خدا باور داری دروغ نمیگی؟ میگه نه. گفتم خب مردک، اگه این سیستم رو قبول داری، اصلا اینو میخواین برای دادگاه عالی چی؟ هر کی اومد اونجا بگو به خدا قبول داری، وقتی گفت آره بگو که دروغ نمیگی، بگو نه، بگو خب برو دیگه. اینو میخوای با 8 تای دیگه منتر کنی برای چی؟ فعلا اگه این قبول بشه، 2 تا از این 9 نفر کسی هستن که به زنا به اصطلاح تجاوز، ببینید همش تجاوز نیست که ریپ انجام شده باشه، دست درازی، حتی با صحبت بد و اینها. بعد دیشب جوک میگفتن اینجا، میگو حالا به من بگید ببینیم چند نفر ما میتونیم تو این دادگاه عالی داشته باشیم که همشون سکس آفندر باشن. همه گفتن خب دیگه 2 تا بس، زیادم هست. گو نه آقا 9 تا، چون اینا 9 نفره. اینجوری که داره پیش میره، وقتی ترامپ تو کاخ سفیده، اون خانم هم پیره، 80 و چند سالشه، 2 روز دیگه اون یا استعفا میده یا فراموشی بهش دست میده یا میمیره، دوباره ترامپ یکی دیگر میذاره. گفت 9 نفر میتونیم داشته باشیم. 27 سال پیش برید نگاه کنید ماجرای اون خانم آنیتا هیل و اون مرده، که بعدن هنوز تا هنوز زنای دیگه میان میگن اینجوریه. یه چیزی به شما میگم، شما ممکنه بگید این سوربی داره آمار دروغ میگه. میگه از هر 3 تا زن آمریکایی 2 تاش یا تجاوز شده بهش یا بهش دست درازی شده. باورتون میشه؟ بعد میگه 60% اینها گزارش نمیشه. البته از اون ورم میگه از هر 6 تا مرد یه دونش به اصطلاح که اونم احتمالا تو کلیسا، بیشترینش تو کلیساست. اینم از خب حالا ببینیم آقای ترشیزی هم یه روزی اگه از این ورادش رد میشد، در میرن اینا، در میرن. آقای فیلاوی اینجاست، روزایی که کار نیست آقا بلند شو بیا اینجا ببینیم چی میگید شما. خودتون علاف کرد، علاف نکردن، اینا همشون حقوق میگیرن، ماشاءالله مسافرت میرن، هی میرن خوشی و بگو و بخند و اینها. بله، ولی نتانیاهو عکس بمب، حالا هم عکس در یک باغ. بذار من ببینم این عکس نتانیاهو رو میتونم بهتون نشون بدم، یا شما دوستان یکیتون بفرستین روی فیسبوک تا من چیز کنم. بذارید من ببینم اینو میتونم پیدا کنم. نماینده زن پارلمان عراق خطاب به سفیر سعودی: شما میخواهید به ما دموکراسی را یاد دهید در حال که آخرین انتخابات در سرزمین شما از هر قبیله 1 نفر را برای کشتن پیامبر انتخاب کردید. بذارید من این عکس نتانیاهو رو فکر کنم آقای دادرس گذاشته بود، دادرس. بعد بله، ماجرای این قالی رو من نفهمیدم. نوشته که پیشرفت‌های اتمی ایران، بعد آقای دادرس نوشته که اینجوری که نتانیاهو تعریف میکنه. آها، اینو دوستان داشته باشید، بعد خودتون برید دنبال اون عکس بگردید که من بهتون گفتم نتانیاهو یه عکسی آورده داده که ببینید اینا در تهران دارن چیز میکنن، دوباره نیروگاه اتمی و اینها. و تو رو خدا خودتون نگاه کنید ببینید، خیلی از مدارس، خیلی از ادارات تو دهات، بهداری و فلان اینا این شکلی نبود، ساختمونا یا سردرش و اینها. نگاه کنید این قیافش،
حالا ببینید این آقا چی میگه. یک لحظه بذارید من صدا رو ببندم. نه اینم مثل صدا نداره، این فقط عکسه. اجازه بدید. یه ویدیو هست آقای دادرس که اون میگه، این نوشته که تأسیسات هسته‌ای در 4000 متر. آخه مگه میشه تأسیسات هسته‌ای سری ایران قوزآباد؟ ولی بذارید من براتون، آقای مشایخی، رضا مشایخی، خیلی خوشحالم که این رضا مشایخی دوزاریش این دفعه به خاطر این بیماری که پیدا شد. بعضی وقتا میگن که یه چیز بد که میاد به اصطلاح همراهش یه چیز خوبم برات میاره. این رضا مشایخی اصلا فکر کنم داشت میومد که بره اینجا با این برنامه های سپتامبر و اینام باشه، بعد مریض شد. حالا نمیدونم اون لینک من که برای من فرستادی کجاست آقای مشایخی. یک لحظه اینجا نوشتم، نوشتم عکس ویدیو مشایخی مسیج. ای خدا، آها، برای که این مشایخی 3-4 صفحه داره، یکی دیگه داره باز دوباره رضا مشایخی، من نمیدونم با کدومش فرستاده، یکیش با پیرن زرد، یکیش با کت شلوار، یکیش با فارسی نوشته. مانند همیشه در صحنه دیشب رفته. آها اینه، این یکی. یک لحظه، بله، بذارید من بهتونم نشون بدم که بهتون بگم این آقای مشایخی پست کرده و گذاشته. اگه این ماوس بی حیای ما اجازه بده، باز دوباره پرید، خدا لعنتت کن، چرا اینجوری میشی؟ اوکی، میدونم یه تنظیماتی هست مال ماوس، ولی نمیدونم میتونی حساسیتش هم کم کنی، مخصوصا اینایی که میدونی دیگه غرغره و این چیزا زیرش نیست، یه نور قرمز اون خیلی حساسه، دستت تکون میخوره. من یه کامپیوتری اونجا دارم، دیدم ما خاموشش میکنیم این خودش روشن میشه، بعدم فهمیدم همین این ماوسه با اون وصل بوده. ما راه که میریم، خونهای آمریکا تخته‌ایه دیگه، راه که میریم تکون میخورده این روشن میشده. ای لعنت بر تو واقعا، که اعصاب آدم خورد میشه، میدونید. خب شد، بفرمایید تا خراب نشده. حالا بهتون نشون میدم، نگاه، این پایین عکس نتانیاهو همین سردر خونه رو نشون میده و اومده تو سازمان ملل، پشتش هم میدونید اون سنگای مرمر به اون زیبایی رو، ولی بعد گذاشتن به قول پتیک میگه حتی رگه های این سنگ ها رو درست ردیف نکرده. این تو مجمع سازمان ملل، نگاه کنید. حالا فردا شب نیان اینجا. اینجا آقای بنده خدا، این عکس با این عکسی که آقای چیچی آقای نتانیاهو نشون داده، اینم واقعی شده. این عکسش که نگاه کن، قشنگ دقت کنید، این عکس این خودش. هر کی این فیلمو میبینه از فردا شب نیان اینجا. اینجا آقای بنده خدا، این عکس با این عکسی که آقای چیچی آقای نتانیاهو نشون داده، اینم واقعی شده. این عکسش که نگاه کن، قشنگ دقت کنید، والله اینجا نوشته تور قوزآباد. من اول خوندمش فیروزآباد، چون میدونید فیروزآباد فارس یه مدتی پایتخت ایران هم بوده، اگه یه کمی تاریخ بخونین اونجا میتونین پیداش کنین. در اصورت این مردک دیوانه که همش دنبال جنگه و هم خودش هم همسرش هم فرزندش از لحاظ فساد تقریبا، نمیخوام بگیم مثل آخوندها فاسدن، دست کمی از اونا ندارن. چون میگم خانم نیر مثلا میگه آقا حالا اینا شاه پدر شاه یکی کشته، شاه 200 تا کشته، 300 تا کشته، شما خیلی نگران نباش. میگم خانم اینجوری نیست، همون یکی کشتن 300 تا کشتن بعدن میشه 36000 تا کشتن، بعدن میشه 3600 تا کشتن. اگه اون یکی که میکشن اعتراض نکنیم، صدا ندیم، همینجوری میره جلو. درصد اینم از این برده میتون اینجایی که نیروگاه که چه عرض کنم، چی اتمی ایران و اینها، آقای نتانیاهو اومده این رو افشا کرد. میگه کاکو جون سلام، به جای این موش و گربه بازی مجلس سنا در مورد انتخاب برت کاوانا، بهتر است
قانونی تصویب شود تا این حکم دائمی بودن آنها سلب شود. اگر این 9 نفر بعد از امروز خطایی کردند، تکلیف چیست؟ به احتمال زیاد برای اون یه قانونی هست. اینا اینجوری نیست که وقتی رسیدن به اونجا دیگه بشن مثل رئیس جمهور. نتونی، حتی رئیس جمهور شما میتونی ببری دادگاه. الان من اینا میبینی یه زن معمولی که چه عرض کنم، از معمولی هم پایین تر اومده داره میبرتش دادگاه. یک چیزایی هست، ولی این قسمت لایف تایم بودنش یا تا ابد، خود اینا هم گاهی وقتی صحبت میکنن ای کاش که این قانون عوض بشه 18 سال، ولی خیلی از این قانونا رو اینا میگن بده، ولی وقتی خودشون میان دیگه دست بهش نمیزنن. یکی از این قانونای بعد این ماجرای انتخاب رئیس جمهوره که مستقیم نیست. یعنی شما میری به فلانی رأی میدی، اون میره رأی میده، یا بعضی جاها خیلی مسخرن. البته این اون موقع خوب بوده که مردم رادیو تلویزیون سواد اینها نبوده، اون به اصطلاح دلیگیتا یا نماینده ها یا چی امنه، هیئت امنه براشون تصمیم میگرفتن. ولی الان که مردم دسترسی دارن، همه روز به روز از این سناتور 85 ساله که حرف که میخواد بزنه الان میگه شما سکته میکنه میمیره بیشتر میدونه. اینا باز همون سیستم الکترال هست و به خاطر الکترال بود که ترامپ برنده شد، به خاطر الکترال سیستم بود که جورج بوش برنده شد، چون هم الگور هم خانم هیلری کلینتون اینا اکثریت رو آوردن. هیلری کلینتون که 3 میلیون، اینم که هی شارلاتان ترامپ یقه خودش رو همه جای خودش پاره میکنه میگه 3 میلیون رای قلابی بوده، برای که 3 میلیون بیشتر رای آورده این میخواد بگه اون رای ها قلابی بوده. آدم دیوونه یه دیگه. شما ببین اومدن اینجا ازش خندیدن، بعدن اومده میگه اینا به من نخندیدن، با من خندیدن. من اصلا این جوک رو نوشته بودم که برم اینجا اینا رو بخندونم. خب شما به یه همچین اصلا میگم مایه ننگه که این رئیس جمهور آمریکا باشه. خب آقای سلیمانی خوش آمدید. میگه که حکومت اسرائیل خیلی بیشتر از همه حکومت‌های خاورمیانه جنایت کرده و با دروغ و تزویر آپارتاید حکومت میکنه. فکر کردم گفتی تایید حکومت میکنه. آپارتاید دوستانی از کلمه اپارت یعنی جدا کردن اومده. آپارتاید یعنی همون تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، اینو میگن آپارتاید. مثل آفریقا که درباره اسرائیل اتفاقا این آقای کارتر یه کتابی نوشته، من قرار بود باشم برم مصاحبه کنم، یه برنامه دیگه بود. بعضی وقتا این $1000 در روز برو فلان جا فیلم برداری میزنه کار ما رو خراب میکنه. ما هم زنگ زدیم به اونا گفتیم که فعلا ساری نمیتونیم بیایم و دیگه الان هم بدبخت خیلی حالش بده. در صورت یه کتابی نوشت به نام آپارتاید برای فلسطین و اینها، و ایشون درست میگه. شما اگه نگاه کنی خود کلیمیا بین خودشون اختلاف داره، اونی که صهیونیسته با اونی که یهودیه، آدم معمولی خوبیه، خدا رو قبول داره، وظایف دینیش هم انجام میده، با اون صهیونیسته که میگه من باید همه دنیا رو بگیرم، همه دنیا تحت نفوذ من باشه، بعد من بگم که کی میره بهش، کی وای میسه اینجا، اینجا رو ما میکنیم جهنم برای اینا. اون صهیونیست. خیلی ممنون. بله، از لحاظ بیقانونی هم شما برو همون United Nation، این قطعنامه‌ای که میگذارن میزنن به انگلیسی بهش میگن resolution. ببین چند تا resolution درباره اسرائیل هست که انجام نمیده، هیچ کم نمیاد حرف بزن. خیلی ممنون. خب اینم نتنیاهو، عکس محل نمیدونم سری فلان، ماجرای پروفسور فورد و برت کوینا رو گفتیم و این نمایشی که واقعا به سیرک نزدیکتره. گفتم جمعه ها به جای سربی با مردم بذاریم جمعه بازار، من تو او ما شما ایشان، یکی آهنگی بذاره، یک ترانه بفرسه، یکی ویدیوی قشنگی بفرسته. و حالا ببینیم، دوستمون یه ویدیوی فرستاده
البته خیلی کوتاه است. ضمن من یک کم براتون خبرها رو بخونم از یورو نیوز، که این یورو نیوز قرار بود تعطیل بشه، فکر کنم بعد به این نتیجه رسیدن که آقا خرجی نداره که این تلویزیون باشه. شما میدونید این روزا طرف رادیو باز میکنه ولی حقیقتا تلویزیون، رادیو نیست، و یورو نیوز گفت ما تلویزیونم نمیبندیم و اینا، ولی مثل که هنوز خدایا چیکار کنیم ما از دست این ماوس بی عقل، این موشواره ما تم یاریم میپره. کاش که من برم این فیلم رو برای شما بذارم، برم اون ماوس و موشک و فلان بیارم، شما این پلیر 4 رو نگاه کنید، قاطی نکنید تا این رنگا قاطی میشه، من برم برای شما اون ماوسی رو بیارم که درست کار میکنه. کجا گذاشتمش؟ اینجا. کجا وصلش کنیم؟ اونجا. این بعض وقتا مثل لاستیک زباست، چیزهای قدیمی رو شما باید نگه داری، دور نیندازی. مثلا ما ایرانی ها که هیچی رو دور نمیریزیم و همه رو نگه میداریم. اینم از این، اینم ماوس. بله، این دلینگ دلینگی هم که داد یعنی صدای ماوس بود. بذاری ببینم حالا قبول میکنه که. بله، اینم از این ور، یک سیم درازی هم داره این ماوس. ماوس های قدیم، اون فکر کنم از سال 2011 تا الان من دارم، if not more، اگه نه بیشتر. این بله. خب و اما بیام اینجا ببینم که آره اون خیلی حساسه، اون تکون میخوره. بله، این ببین وقتی میزنی اون میخواد بکشیش این ور، خودش میری یه جای دیگه. میگم آقا تو قرار بود با ما باشی، اگر مهمان مایی تازه دل باش، بیایم اینجا. بعضی از شما ممکنه زودتر از من صبح زودتر رفتین اینو دیدین، مثلا اونایی که تو اروپا هستن اینها، ولی صبور باشین، دوتاش شما میبینید، دوتاش اون میبینه، در مجموع یه چیزم از این برنامه ببینید جدید باشه، کلاتون مندازید بالا. میگه که گزیده خبرهای روز که یورو نیوز برای شما انتخاب کرده است، فرود هواپیما با 47 سرنشین در آبهای اقیانوس آرام. به گزارش خبرنگاری فرانسه، نیمی از هواپیما با تمام سرنشینان در همان لحظه اول به زیر آب فرو رفت و خبر خوب این بود که تمام سرنشینان رو آوردن، این قایقای ماهیگیری و معمولی اینها رفتن کمکشون و آوردن بیرون. دلیلش هم این بود که این نزدیک باند فرودگاه که باید می‌نشسته از باندم رد میشه و میفته تو آب، اونجا نزدیک شهر و اینجا بوده، اگه وسط اقیانوس چیزی بود که همه میمردن. چند سال پیش همین اتفاق توی نیویورک افتاد و توی اون رودخونه هادسون چیه که اونام صد خورده این نفر همه نجات پیدا کردن و الی آخر. و اما این عکس آقای نتانیاهو، واکنش ها به سخنرانی نتانیاهو از نمایش مضحک تا ادعای گمراه کننده یک مقام اطلاعاتی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، اظهارات نخواست وزیر اسرائیل را تا حدودی گمراه کننده خواند و گفت. اینم ما خلاصه وقتا یادتونه میگه خلاصه اهم اخبار رو، من میگم این اهم یعنی چی؟ اهم. بله. و اما حمله تند تهران به امارات و عربستان، از خط قرمز عبور نکنید. این ماجرا خط قرمز هم اینایی که برای هم خالی می‌بندن شاخشونو میکشن. یادتونه یه دفعه هم آقای اوباما خط قرمز کشیده بود برای سوریه، سوریه از خط قرمز رفت بالا، از اون برش افتاد پایین، اوباما هیچ غلطی نکرد. واکنش به بازداشت عضو شورای شهر شیراز برای حمایت از دو شهروند بهایی. صنایع دستی نادر از اشیاء کاغذی تا مهر طبیعت روی چرم. بازداشت چندین نفر به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی گسترده در هلند. این خبر رو وبسایت مجاهدین گذاشته بود یه جوری که یعنی اینها مثلا ایرانی بودن. من همه رو نخوندم چون اصلا به این سایت های مثل مجاهدین
یا اینای دیگه که یه طرفه صحبت میکنن هیچ وقت رو اونا قضاوت نکنید. همین یورو نیوز و بی بی سی و وایس آف امریکا و اینا رو هم که نگاه میکنید همه رو با هم مقایسه کنید تا از مخلوط اینها مثل معدل، یادتونه معدل میگرفتن آخر سال، از اونا بتونید یه چیزی حالیتون بشه. و اما این زنی که احمق که وقتی زندان بود، یادتونه یه کشوری بود به نام برمه، بعدن اسمش عوض شد، بهش میگن که نمینمار کجا بهش میگن، و این زنه تو زندان بود، خانم هیلری کلینتون و دیگران فعالیت کردن، تمام دنیا فعالیت کردن، جوایزی به این دادن، از زندان اومد و شد نماینده و شد رئیس جمهور. این زنه که دیوانه اونجا شروع کرده به همون آپارتاید. یه چیز دیگه هم هست به غیر از آپارتاید، کلینزینگ، یعنی به خیال خودشون میگن ما میخوایم مثلا اینجا نژاد رو تصفیه کنیم، یا میخوایم مثلا منطقه رو میکشن، یه عده رو اینا شروع کردن، یه عده مسلمون رو اونجا کشتن، یه عده رو فراری دادن که رفتن کشورهای بنگلادش و همسایه‌هاش و اونا رو هم دچار مشکل اقتصادی کردن. ولی این جالبه، پارلمان کانادا شهروندی افتخاری آنگ سان سوچی را پس گرفت. دولت ما به دلیل سکوت مداوم، اجازه بدین و این بازش کنم، نوشته دولت ما به دلیل سکوت مداوم این خانم یا حکومت این، بعد این میگی من که مسئول حکومت نیستم، یعنی همشون میگردن دنبال چی میگن، یه عذری که خطای خودشون، کارهای خودشون رو موجه کنن، یا اینجا میگن میگردن یه اکسکیوزی پیدا کنن. بعد یه مزار مسئله بدی هم هست، میانمار. خیلی ممنون آقای اکبری، گاهی وقتی این اسما یادم میاد. آمریکایی‌ها میگن عذرهای موجه مثل سوراخ‌های آدمه، هر کدوممون میتونیم 9 تا داشته باشیم، ولی خداییش هر کدوم یه بوگندی میده، خیلی سر تو این سوراخ‌ها نکن. پارلمان کانادا شهروندی افتخاری آنگ سان سوچی را پس گرفت. میگه که پارلمان کانادا که پیشتر به آنگ سان رهبر حزب حاکم میانمار اعطا شده بود، در حرکت این نمادین لغو کرد. خانم سوچی این عنوان را در سال 2007 دریافت کرده بود. آدم آستین، معاون رسانه‌ای وزارت خارجه کانادا، خب اینا حق دارن آقا، باید این شهروندای افتخاری رو بگیرن، احتمالا این خانومه که پولی نداده، اینا رو نگه دارن برای این دوزای بانک ملی و فلان و بیسار و اینها هست، آقازاده ها میدوزن از ایران میرن کانادا، تا میان یکی یکی بهشون بدن، بگن این شهروندی فلانی بود برای شما، این شهروندی فلانی بود برای شما، فعلا پوله رو بده ما بریزیم کانادا رو آباد کنیم. در اصل ممنونم، خیلی از این جوایزی که دادن، دکترایی که دادن، بعضی وقتا با مشکل که روبرو میشن پس میگیرن. نمونهش این آقای صمدانی بود، ابوالقاسم صمدانی، چندین برنامه هم در تلویزیون مردم داشت، بزنید اسم ایشون رو، با هم با فارسی هم با انگلیسی. ایشون یه دانشگاهی درست کرده بود که فکر کنم اونم مثل این مونه که مثلا من اینجا برم $50 بدم، اینجا من با $75 میتونم یه شرکت درست کنم، حالا یا محدود یا غیر محدود، کورپوریشن، شرکت سهامی، LLC با مسئولیت محدود، اسمشو بذارم شیراز یونیورسیتی، بعدم آگهی بدم بگم که هر کی میخواد شیرازی یاد بگیره من دکترای شیراز بهتون میدم 500 تومن، هیچ کم به شما کاری نداره، تنها کسی که به شما کار داره IRS، اداره مالیات بر درآمد، آخر سال اگر آقای اکبری گفته باشه آقا به پسردایی من یه دکترا بده، آقای سلیمانی گفته باشه به پسردایی من یه چی بده، $5,000 $500 اینو اون داده باشن، IRS میاد میگه که آقا این کتاب تو باز کن، من یه کتابی دارم اینجا، میگه این کتاب تو باز کن، این باز آبیه آبیه، از بس کسی حمایت نمیکنه دیگه این کتابه مونده اینجا، خیلی وقت بازش نمیکنه، این کتاب میگه کتاب تو باز کن ببینیم آقا این پولا رو که دادی مالیاتش هم دادی یا نه، و الا هیچ که کاری نداره که این دانشگاه قلابیه، این مدرک قلابیه، دلیلش هم اینه، میگه آقا این گفته من مدرک میدم،
اونم دلش خواسته مدرک بگیره. شما چرا شاکی هستی؟ طرف میگه آقا من فکر کردم این شیرازیه، استخدامش کردم. میگه شرایط استخدام شما چیه؟ میگه آگهی میدیم که به یک دکترای شیرازی احتیاج داری. میگه اون که میاد چیکار میکنی؟ میگه باهاش مصاحبه میکنی. میگه خب مردک اگه باهاش مصاحبه کردی بلدی اصلا این مدرکت بری سطل آشغال. تو آمریکا بعضی جاها اینجوری شما وقتی میری مصاحبه بعد دیگه بدنم که حالا دیپلم تو بیا، فوق دیپلم تو بیا، لیسانس بیا، دکترات بیا. فقط میگه اجازه کار بیا، کارت شناسایی بیا، مشخصات بانک تو بیار تا ما بعد از 2 هفته بعد از 4 هفته بهت حقوق بدیم. این ماجرای ابوالقاسم صمدانی یک دانشگاهی باز کرده بود، بعد وقتی دیگه حالا پولاشو به شاه الله یاد داده بود و تو برنامه‌های تلویزیونی و اینها بود دیگه پول نداشت، اومده بود سراغ ما. اینا هر کدوم بی پول میشن میان سراغ ما. اومده بود اینجا و برنامه ما گفتیم آقا اینجوری که شما میگی دیگه هر روز نمیخواد برنامه داشته باشه، هفته یه بار برنامه بذار یا ویدیوهای قبلی تو بذار ما بعد پخش کنیم اینها. بعد یه دفعه گفت آقا سوربی من به سکویی و به علی میرفتروس، من بهش میگم میرفسفس، به اینا دکترا دادم ولی خداییش اینا پای شما انقدرم نمیفهمن، من بیا به شما دکترا بدم. گفتم او نه 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 آقا من همین هایم که گرفتم نمیخوام، اینا رو بریزید دو. حالا از فردا باید اینجا بنویسم دکتر، اون یکی میاد میگه آقا دکتر چه رشته هستی، اون میگه آقا مگه من مریضم، اون میگه من آقا ولمون کن من همینم که هستم. و چه خوب که نگرفتیم، چون اگه گرفته بودیم اگه اشتباه نکنم یه دونهشم به میبودی داده، ولی میبودی انقدر زرنگه که هیچ وقت نیومده بنویسه جلو اسمش دکترای دانشگاه، اسم دانشگاهش هم گذاشته بود گلوبال. میدونید طرف اینجا مثلا یک کلاس فارسی برای آمریکایی یا برای عروسش برای دامادش نمیذاره که بیاد 2 کلمه فارسی یاد بگیره. دانشگاه کوروش باز کردیم، دانشگاه مهرآیین باز کردیم. میگه این دانشگاه کجاست؟ میگه یه زمینی دیدیم نزدیکای مرز مکزیک. خب کی میسازین؟ حالا قرار شده دوستان پول بدن، این دوستان کیا هستن؟ گفتن اسمشون مخفیانه باشه. برو آقا به قول پدر من برو ننت شوهر بده. خب اینم از این و بیایم توی این تودی ببینیم براتون چی گذاشتیم. تودی خب این از این یک لحظه. آها این دوست ما میگه آقا جون خودت اینو امروز نشون بده. آقا احتیاج نیست قسم بدی که اگر یه چیزی باشه که ما نشون بدیم، مخصوصا روز جمعه که جمعه بازاره از هر دری سخنی هست، از شمال تا جنوب از شرق تا غرب نشون میدیم. ولی این ویدیویی که شما فرستادی دوست عزیز، شما یه چیزی رو متوجه باش، شما که در کار رادیو تلویزیون بودی، اونی که برای شما میاد شما نشستید دفترت میزنی نگاه میکنی، با اینی که من میخوام اینجا به مردم نشون بدم، نمیخوام بگم اینجا باید از یه فیلتری بگذره، میگن یه حد اقلایی رو باید داشته باشه، مینیمم ریکوایرمنت، یه حد اقلایی حد اقلهایی رو باید بتونه رد بشه. من این فیلم برای شما دوستان نشون میدم، بعد جالبه ایشون نشسته 10 ثانیه اولشو بزن بره بعدشو نشون بده. آقا من چجوری؟ حالا گفتم اگه یه فیلمی 10 دقیقه هست بگید از دقیقه 8-9، ولی دیگه نگفتم این فیلمای کوچیک موچیکم شما بگو از 10 ثانیه 10 نشون بده، ما که اینجا نیروگاه اتمی نیستیم از ثانیه فلان نشون بده. فکر کنم اینه، کجا رفت؟ حالا براتون بازش کنیم دوباره بیاریم نشون بدیم ببینیم چی میشه. جون خودت این رو نشون بده. چشم یک لحظه بذارید من تصویر رو اندازه کنم. آره بابا این ماوسی که دم داره خیلی بهتره، شاید برای من پیرمرد این بهتره، اون جوونا لابد، ولی ما لرزش دست و مست نداریم، تکون میخوره قطعش. من حتی رفتم این خیلی جالب، بذارید یه چی بهتون نشون بده. این مال بانک مال سال 2014 است، من فکر نمی‌کردم به این نوعی من اینو داشته باشم. رفتم از کامپیوتر اونوری اینو برداشتم، گفتم شاید اون یکی حساسه، دیدم نه روی اینم هم همونجوری اطفار می‌ریزه. خب این تصویری که این دوستمون ما رو به جون خودمونم قسم داده نشون بدیم، شما هم نگاه کنید. به نظر من این اون مینیمم
ریکوایرمنت برای نشون دادن در تلویزیون یا در برنامه رو نداره، ولی حالا ما نشون میدیم. بفهم. اولا به نظر من اونی که پرید روی این زن نبود، یه احتمالا پسر بچه‌ای بود، شاید هم اینا با هم تبانی کردن. بعد این هم جایی نبود مثلا بگه ابی بوده داشته روز صحنه میخونده اون اومده چیز کنه. این به نظر میرسه تو مدرسه یا تو این فایر دیپارتمان اینا یه مهمونی جشنی بوده، اینا هم وایسادن دارن میرقصن، اونم اومده. اینجا بهش میگن هورس پلی، یادتونه تو ایران میگفتیم خربازی در نیار، حالا اینایی که اومدن آمریکا خرشون شده اسب، اینجا میگن هورس پلی. این با کارا رو نکن، مثلا تو استخر سر هم میپرن، بعضی وقتا طرف میخوره سرش به چی، یا این میپره شیرجه میره رو سر، اون میگن هورس پلی. این خربازیه، اون داره میرقصه، این دویده پریده روش. من نکتهش نمیفهمم. بعد شما نوشتی که یک خواننده از امارات در ابوظبی روی صحنه بود، یک خانم طرفدار روی او پرید. این یک نمونه از رفتار بشر بدون اندیشیدن است، نشان می‌دهد احساسات بر اثر تحریک فرهنگ عمومی اجتماعی در عقل علی غلبه کرده و یک انسان بزرگسال مدعی خود را به این گونه رفتار. نه آقا دیگه اینجوری هم شما لطف میکنی گفتار عقل بشر رو ترتیب میدی میفرسی، ولی حرکات هر دیوانه ای رو شما نمیتونید جنرالایز کنید عمومیت بهش بدید. اینجا هم همینجوری، اینجا هم یه خواننده میاد، طرف ممکنه مست باشه، میره بالای تیر چراغ برق که مثلا دسترسی پیدا کنه با اون، میبینید چیز میشه. این دوست اون آقای اندی آمده بود، یه دفعه من براش اینجا فیلم میگرفتم، چند تا مامور سکیوریتی گذاشته بودن. چیزی که هست این سنو که میذارن، میگه خب این 7 نفر ارکستر، اندی سوربی هم که وزنش قد 2 نفره با یه عکاس هم آقای مثلا جمشید ممتازه، این وزن و اینا رو برای 11 نفر 12 نفر 15 نفر چیز میکنه. مخصوصا اگه برنامه ها دوستان افغانی باشن بیشتر علاقه دارن، بیشتر میان جلو. اندی هم آدم بسیار خوبیه. به این سکیورتی اینا میگفت که I'm on live program, can I call you back please. خلاصه میگفت که شما اینا رو ول کنین، اینا بیان. خب وقتی میان جلو بعد یه عده میان بالا، وقتی هم میان جلو میخورن به این سن اینجوری اینجوری. من گفتم الان ما میافتیم، حالا یه 6 ماهی هم با بریم تو بیمارستان، هیپ چی میگن باسن، نه لگن که میگفتن لگن خاصره. در صورت اینم اینجام هست، آمریکا هم هست، همه جا هست. چیزایی که اینجوریه، حالا حتی اگه نفهمی و بیشوری هم باشه چون عمومیت داره دیگه، میگن غلط مصطلح رایج شد. و اما باز هم از ایرو نیوز یا یورو نیوز، ببین این با این ماوس کهنه یا ماوس قدیمی یه بار میزنیم هی میزنیم هی میکشیم میای میبر هی تقلی تا میرسیم اینجا، اون برای خودش باطل میشه. حالا از این بعد باید اینو برای برنامه های معمولی بذارم. بله این مال دیروزه، سپتامبر 27 یا 27 سپتامبر. ببینید این مردک دیوانه، این شارلاتان، میگه ترامپ گفته رهبران جهان به من نخندیدن، با من خندیدن، به ما خوش گذشت. حالا از این بدتر اون خانم نیکی هیلی، این دیوانه هایی که توی فاکس نیوز برنامه دارن، همه اینا اومده بودن اینو توجیه کنن. آقا کار اشتباه و غلط رو توجیه نکنید، درد سرتون زیادتر میشه. این چیزی که ما 20 ساله داریم به دوستان شاه اللهی میگیم، میگیم نکنید، توجیه نکنید، بگید شاه آدم خوبی بود، این کارش اشتباه بود، شاه آدم خوبی بود، اون کارش اشتباه بود. این آقای زهرابی، من میگم آقا شما آدم خوبی هستی، این کارت اشتباهه. شما اگه سخنگوی یه جا هستی، شاعر هستی، اگه نمیتونی دکلمه کنی، اگه نمیتونی صحبت کنی، خوب داد و بیداد میکنی، بده به یکی دیگه بخونه اینو برات. ولی متاسفانه هیچ که رعایت نمیکنه. میگه این اینجا میگن دلفین، ولی اونجا تو ایرانی نوشته میگن فوک بازیگوشی که به صورت قایقران 8 پا پرت کرد، اختاپوس پرت کرده.
اونای دیگه هم اینجا نشونش دادن، یه دلفین میاد حتی میگن خودش میزنه توی صورت این قایق، به اصطلاح قایقران. ترامپ چین را به دخالت در انتخابات آینده کنگره آمریکا متهم کرد. حالا ببینید، میگه از بس من خوبم و از بس دارم برای مردم آمریکا پول میسازم، چین میگه که ما خیلی داریم ضرر میدیم اگه این باشه، پس ما باید اینو بندازیم کنار. و سال 2018 میخواد اینو به اصطلاح چین دستکاری کنه. حالا همه دارن داد میزنن میگن آقا توی احمق و شارلاتان رو روسیه با دستکاری توی انتخابات آورده، برای اون هنوز هیچ کاری نکردی، هیچ اقدامی انجام ندادی، حالا شروع کردی میگی من از بس خوبم میخوان دیگه 2020 انتخاب نشم، به همین خاطر میخوان از حالا کنگره آمریکا، مجلس آمریکا رو ببرن به طرف دموکرات ها. دموکرات ها هم اولین نامشون اینه که من رو ایمپیچ کنن، استیضاح کنن. ولی من یه چیزی به این آقای ترامپ بگم، آقا این دموکرات هایی که من میبینم، شما اصلا نگران نباش، اگر اکثریت رو هم اینا به دست بیارن بخار ندارن و شما ریپابلیکن ها دوباره میتونید مردم رو بچاپید، کلا سر مردم بذارید، خودتون بهش همون 1% آمریکا 99% پول داشته باشید، اصلا نگران نباشید. و این پایین هم اون آقای برت کاوانا هست که 12 سال قاضیه، این قبلا هم در دوره جورج بوش توی وایت هاوس 5 سال کار کرده و مدارک یا سابقه اونجا رو بیرون ندادن، چون کلن یک کارای اینا کردن که آمریکایی که این همه ادعا میکنه ما شفاف هستیم، اینا رو قایم کرده و به قول خودشون ریلیز نمیکنه، آزاد نمیکنه. سومین اتهام آزار جنسی، اون کلمه که دنبالش میگشتم گفتم همیشه اسمش تجاوز نیست، آزار جنسی. سومین اتهام آزار جنسی گفته تردید ترامپ در ادامه حمایت از برت کاوانا. البته نه، دیشب گفت که خیلی خوب بوده و بعضی ها گفتن که به نظر میاد که این قبل از اینکه بیاد اونجا ترامپ باهاش صحبت کرده، گفته ببین دوتا و ستا که چیزی نیست، من 18 نفر بر علیهم شکایت کردن، ولی باید پررو باشی و وایسی روبروشون با طلبکاری. این مردکم در که باز کردن اومد شروع کرد داد و بیداد کردن و فلان اینا، دماغش هم اینجور میکرد مثل اینا که کوکائین کشیدن. بعدا یک کمی هم اشک تمساح ریخت و همه ریپابلیکن ها تا امروز گفتن که همه، نه دوی دوتشون گفتن حالا ما ببینیم، ولی اونا هم مثلا اسم یکیش هست فلیک، این سنو فلیک، این برف وقتی خیلی کم میاد یه دونش که میاد به این میگن سنو فلیک، یه حالا فامیلیش فلیک دیگه، میگه ما روزی که اومدیم آمریکا رسیدیم اونجا با برف میمده، اینا هم فامیل نداشتن که، فامیل اونو گذاشتن به خودشون. رهبران جهان همگی به او خندیدن و شورای امنیت که به ریاست او برگزار شد، حتی یکی از 14 عضو دیگر با او همراهی نکرد و درباره برجام موافقت با او نکردند. آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی چند تا هم اصلا نیومدن امسال، حالا یا به دلیل این یا به دلایل دیگه، چند تا فکر کنم چین و روسیه و اینا اصلا نیومدن. من خودم به شما بگم انقدر این یونایتد نیشن کارش خراب شده که اصلا دیگه اهمیتش اومده نزدیک صفر، همین که این یکی هم شد رئیس جلسه دیگه شد صفر صفر. اگه اون اسامی ها رو دارید کیان نیمدن، اونا رو هم بفرست ببینید چیه. این دوستی که الان زنگ زد، من تلفنم در حین برنامه اگه یادم باشه سعی میکنم بذارم روی به اصطلاح ویبریشن، تو ایران مثل که میگن ویبراسیون یا لرزش هرچی. بعد دیدم که زنگ میزنه، نگاه کردم گفتم که خب حالا حتما پیغام میذاره وقتی من جواب نمیدم. دوستان وقتی یه کسی به شما جواب نمیده، یعنی یا داره رانندگی میکنه یا تو توالته یا داره نهار میخوره یا یه جایی هست که نمیخواد فارسی حرف بزنه، آقا یه عذر موجه داره، جان مادرت جان پدرت پیام بذار، هی قطع نکن دوباره زنگ بزن، این چه عادت زشتیه. یا اگه میخوای دوباره زنگ بزنی برو 2 ساعت دیگه زنگ بزن، برو نیم ساعت دیگه زنگ بزن. خب
خب خانم لیلا، خانمم میگه که سلام، خسته نباشید آقای سربی، شما هم خسته نباشید، خیلی ممنون، متشکرم. من امروز یکم زودتر شروع کردم، بعدن اگه خواستید برنامه رو دوباره ببینید این یقه این تایم چیز رو بگیرید بکشید عقب و فکر نکنید که فقط آخوندا هستن که شما رو 1400 سال میبرن عقب. مجری تلویزیون ایرانی هم شما رو یکی دو ساعت میبره عقب. بله، به اینا میگن تایم سلاید. این سلاید یعنی اینجوری این ور ور شدن. شما میتونید اینو بگیرید ببرید جلو، ببرید عقب. وقتی برنامه زنده است جلو نمیتونی ببری، چون با وایسی من برنامه اجرا کنم بیا جلو، ولی وقتی برنامه اجرا شده به نظر من شما از حالا رو نگاه کن، بعد که تموم شد برگردید اون یک ساعت و 20 دقیقه قبل برنامه اجرا کردم. دلیلش هم بهتون گفتم، من امروز به جای 2 تا 4 میخواستم 1 تا 3 برنامه اجرا کنم، 3 تا 4 رو بدم اون برنامه رو با آقای لادن که با خیال راحت خودشون 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه هرچی میخوان صحبت کنن، ایشون کار براش پیش آمده نیومد، ولی ما همون 1 تا 3 رو با شما خواهیم بود. میخواستم 1 تا 2.5 باشم، 90 دقیقه با سربی. بابا من و شما که دیگه بیشتر از بازی فوتبال نمیخوام هی توپ این ور اون ور پرت کنیم. حالا درسته ما با این دوستان شاه‌اللهی هی ما میگیم آقا کودتا بود، اونا میگن قیام بود، خودمونو داریم بازی میدیم. حالا قیام بود، اوکی، قیام کردید، پیروز شدید، شاهتونم آمد، چه گلی بر سر مردم زده اید. از 32 تا 57 که دست همه خائنا رو کوتاه کردید، به قول خودتون دست همه خائنین، بزرگترینشون مصدق، آقا مصدق قجر بود، بابا این ننه شاه هم قجر بود دیگه، اوکی دست قجرا رو کوتاه کرد، خانه نشینش کرد. خب چی کار کردی 25 سال با این همه پول نفت چی کار کردی آقای زرابی؟ به قول شما مردم احمق شدن، مردم نادان شدن. آقا یکی نادان میشه احمق میشه، مگه دولت مسئول نیست؟ مگه اینجا اگه یه مدرسه این نمرای بچه ها خوب نیست، هی نمیتونن برن دانشگاه، میان بیرون دیپلم نمیتونن بگیرن، مگه یقه مدیر و ناظم و رئیس چی میگم انجمن شهر و اینا رو نمیگیرن؟ چجوری وقت توی کشوری همینجوری هرگلی طرف میاد امضا میکنه ما مرحمت فرمودیم به امیر هوشنگ؟ راستی خیلی ها گفتن، خود آقای آریانپور هم گفت که آقا من نبود، این نیستم، این امیر هوشنگ دولو است و این امیر هوشنگ دولو هم همجنسگرا بوده، هم تو کار قاچاق بوده، هم تو کار خاویار بوده و حتی یه جایی گرفته بودنش، شاه به دادش میرسه، پاسپورت دیپلمات برش میفرستن یا یه کارش میکنن از این گوبازی هایی که خودشون در میارن. در صورت کارمون خیلی خرابه دوست. اگر کار دنیا خراب نبود امروز یه مردک پیر شالاتان کم سوادی نمیمد یافته اینجا، یه آدم که آزار جنسی رسونده به 3 تا زنی که تا حالا اومدن، 5 تا گفتن، 2 تای دیگه هم هستن گفتن ما نمیام چون چیزی به دست نمیارن. اون بیچاره خانم پروفسوره که اومده پروفسور روانشناس و مغز و فلان بیسار اینا، تهدید به مرگ شده، خونه‌شو جابجا کرده، بچه و فلان اینا الان نگران هستن، چیزی به درد نمیخواسته که بشه رئیس انجمن شهر. گفته من اینجا میگن به اصطلاح سیویل دیوتی، وظیفه شهروندیمو انجام دادم. گفتن اینی که میخواد اینجوری باشه، این آقایی که به زنا حمله میکنه، این آقایی که مشروب میخوره و اینا، این قاضی بی‌طرفی نمیتونه باشه، که الان آخرم فکر کنم این میشه قاضی، اینم بره بغل دست اون تماس بشینه. بله بله، میگه جناب سوری شما در مدت 40 سال چه گوری بر سر ملت زده اید. اشتباه شما اینجاست، اشتباه شما اینجاست که از اونی که مسئول بوده حقوق گرفته سوال نمی کنید، ولی یه نفر که میخواد از اون سوال کنه سوال میکنه، شما یقه اینو میگیرید. بنده چه گلی باید میزدم به سر مردم؟ بنده یه دبیر ساده بودم، در برابر حقوقی که میگرفتم وظیفه ای را انجام دادم. اگه وظیفه‌مو خوب انجام نداده بودم، با اون سن، با اون جوونی، من نمیشدم دبیر کلاس 12. پس من وظیفه‌مو انجام دادم.
این گلی بوده که من بر سر بچه های شما زدم. خیلی ممنون که سوال کردین که من بتونم بگم. خدمتم هم انجام دادم. وظیفه اونه که در قبالش پول گرفتم، حقوق گرفتم. خدمت اونه که مجانی، حالا یا برای وطن یا برای انسانیت یا برای شهرم انجام دادم. اونم هم کاغذاشو دارم، هم مردمی که با من بودن منو میشناسن. نکنید این کارو. به خاطر خدا اگه خدا رو میپرسید، به خاطر خودتون اگه خودتون رو دوست دارید، به خاطر عشق به شاه نکنید. هر چیزی رو برای اینا موجه نکنید. از خودتون یه سوال کنید، چه فرقی هست بین شاه سوئیس رفته که میاد یه عکسی میده به یه قرمساقی مینسه ما این را بهش مرحمت کردیم، با اون بی سواد قاجار اینجا شما بگید این اشکال داشت، بگید این زنش هم احمق بود که بهش نگو آقا این چیه، اکثر پاره کن دوباره بنویس، به خاطر خدمات فلان این عکس به شما حالا تقدیم، شما میگین نباید میگفت تقدیم شد، تقدیم نه، یک هزار تا کلمه داریم ما توی شعر که میخوایم بگیم به جای یک کلمه میتونیم 10 تا کلمه دیگه بیاریم که وزنش درست بشه. خب خیلی موفق شدید، ممنونم. شما اومدید دوستان به خاطری که سوربی از شاه و شیخ انتقاد کرده، شما اومدید از سوربی انتقاد کردی. آقا خودت چیکار کردی بگو ببینیم؟ هیچ، شما برنده شدی، خوشحال باش. خب آخه این برندگی چه رضایتی به شما میده؟ برنده شدن دروغی، گول خودتون زدید. من خدمتی که انجام دادم دزدی نکردم، بچه های مردم رو نزدم، بچه های مردم رو نبردم تو خونه من وایسن گماشتگی کنن، من علکی کار کنن، نگفتم بیا ماشین من رو تمیز کن نمره 14 تو بکنم 20. این خدمت من بوده، این وظیفه من بوده. و بذارید مردم سوال کنن، یا جواب دارید جواب منطقی میدید، یا میگید که شما درست میگی، شاه اینجا اشتباه کرد. اینه که اون مهران احتشام زاده که شما خیلی دوستش داری، دیدم پسر جوونیه به اصطلاح هنرمنده، شما خیلی بهش احترام میذاری، اینه که صدای اون در میاد به آقای مینوی میگه آقای مینوی من خودم سلطنت طلبم، پهلوی پرستم، ولی نکنید این کار. شماها این کارا رو کردید، 57 سال به اونجا رسید، حالا هم 40 سال به اینجا رسید. اگر یک لحظه این رضا پهلوی نادان آمده بود گفته بود که من بر این باورم که پدر من اشتباه کرد و من، آقا خانم شاه خودش گفته من اشتباه کردم، شماها میگید این نامه رو نوشتن دادن دستش، ما هم قبول داریم چون آقای انصاری بوده و میگه بله، بچهش میگه اگه اشتباهاتی نبود که به اینجا نمیرسیدیم، شما اینم قبول نداری؟ خب ما هم قبول نداریم رضا پهلوی. شما به من بگو چی شد که اینجوری شد؟ میخوای به کارتر فوش بدی؟ خب به کارتر فوش بدی. اگه شما پای کارتر بیاری جلو دیگه کاری به سوربی نداری، یه آدم کله گنده تری رو آوردی بزن تو سر اون، بزن من برم اون سراغ کارم، همین سراغ دوستای دیوانه‌ای که اینجا دارم. خیلی ممنون از شما، متشکرم. خب اینم از این، یه چند تا عکس داریم، یه عکس دارم نوشتم زرابی، نمیدونم چرا زرابی، بعض وقتا عکسی رو که میخوام براش بفرستم، آها بهتون گفتم به آقای زرابی میگم آقا شما که میگی این مردم ایران نمیفهمن، شعور ندارن، لیاقت این شاه بزرگوار و باسواد ندارن، چرا اینقدر خودت هلاک میکنی؟ اگه مردم ایران بعد از 57 سال خدمات شبان روزی رضا شاه و محمد رضا شاه رسیدن به یه جایی که مثل شما میگین شون یه مش دیوانه تپله احمق شکمسیر، خب الان 40 سال هم که دست آخونده بودن دیگه بدتر شدن. من نمیدونم شما از این مردم بدتر چی میخوان. بهش گفتم نگاه کن این هواپیما رو، خیال کن این هواپیما تو هستی که داری میری مردم ایران رو نجات بدی. ببین مردم ایران آقا دارن از زیر به شما تیر میزنن، خب شما تو هوا هستی، اینا اینقدر بهت تیر میزنن، اگه بشینی رو زمین که تیکی تیکت میکنن، آقا پر برو. بله اینجا نوشته که the anthropologist decided
that this tribe was to remain uncontacted. اینایی که میرن دنبال قبیله هایی که ناشناخته شدن هنوز و همون مثل به اینجا بهش میگن stone age، دوره سنگ و اینا، میگیم قارنشین تقریبا اونجوری زندگی میکنن. بعض وقتا میرن آمازون این ورور پیدا میکنن، میارن فیلم نشون میدن و اینها. و این حالا من فکر نمیکنم همچین چیزی بوده، درستش کردن، شاید هم باشه. این هواپیمایی که اونجا داشته میرفته، اون قبیله انقدر به این تیر زده، آقا اگه انقدر به تیر زدن نمیخوانت، برو 30 سال دیگه بیا، شاید اون موقع تیر کمتر زدن. این زرابی خط بزنم. بعد یه سری عکس هست نوشتم، 1-1-1 1-1-1 و 2-2-2. ببینید دوستان، حتما دیدید که توی ایران یه بنری، یه پلاکارتی، یه عکسی رجوی، ولیعت، خود آخوندا، خود حزب‌اللهیا فتوشاپ میکنن، بعد هی میچرخه از صبح، خیلی خنده‌دار، صبح شما میفرسیش، 2 ساعت دیگه میبینی 20 نفر دیگه برات فرستادنش، خود شما که اینو درست کردی قلابیه، دیگران برات میفرسنش، میخوان به عنوان اصلی بهت غالب کنن. شما این عکسو نگاه کنید، عکس آقای رضا شاه در خیابان‌های تهران. خب اون احمقی که اینو درست میکنه، اینو میفرسه، به من و شما میگه چی؟ میگه انقدر ایران آزاده که این آقا عکس رضا پهلوی رو گذاشته رو این، داره میره، تاریخ هم زده چهارشنبه 21 شهریور اینجا بذاری اکثر از بالا بهتون نشون بدم تا پایین قشنگ ببینید. اینجا کامرای سه میگه برای اولین بار در ایران عکس شازده رضا پهلوی در یکی از خیابان تهران بالا رفت، به این میگن شهامت یکی از مبارزین در راه آزادی. زیرش هم نوشته اولین عکس شازده در تهران در تاریخ چهارشنبه 21 شهریور 1397. شما اینو داشته باش، حالا بذار من ببینم دور برات پیدا کنم. اینه که این روزا باید خیلی مواظب باشی. نگاه کنید همون عکسها، همون عکس نوشته ایران اسلامی چی سران در رفاه، کل مردم در زحمت، کدام اسلام. حالا همینم شما وقتی نگاه میکنی بازم میگی آقا خب بازم خوبه، اقلا طرف میتونه، اینجا بهش میگن freedom of speech، نه یعنی آزادی بیان، نه freedom of expression، میتونه نظرات خودشو بیان کنه. خب این از اسم این دکترها شما میتونی بفهمی این تو کدوم خیابونه، کجا بوده. ولی باز اگه نگاه کنی میبینی اینجا یه چیزی این گوشه میبینی، حالا یا به مواش وصله، بعض وقتا اینا میذاره کلش، یا این مواشه یا اینجا ساختگیه. اینجا اینم از این. خب حالا برگردیم، چون این دوست ما، من خانم نیر، چون اصلا من ایشون رو شیرازی میدونیم و به اصطلاح وقتی از فانت صحبت کنن تلفنی هم پیغام میذارن، خیلی به اصطلاح لهجه شیرازی. ببینید خانم نیه روزی که ما صحبت کردیم گفتیم شاد دیپلم نداشت، ایشون عصبانی شد، آقا این حرفا چی، شاد دیپلم داشت؟ گفتیم خانم این سوئیس، اونم دوتا مدرسه که این بچه بازیگوش لوس نونور بچه شاه دعوا کرده از این مدرسه فرستادنش اون مدرسه، اون مدرسه هم رفته پرستار حامله کرده، گفتن آقا باباش الو آقای رضا شاه نخواستین سکه شاه ولایت هر جرابت پس آید، فرستادنش اونجا. این آقا برای باباش به جای سوغات از سوئیس یه دوربینی ببره، یه چیزی ببره، ورداش اون ارنست پرون چیه اونو برد که توی ایران کتاب نوشتن شوهر شاه. من نمیدونم این چی صدا میده، یه چیزی اینجا داره منفجر میشه. در هر صورت ما خانم نیر گفتیم بابا الان ببین این آقا 36 سال پیش یه غلطی کرده، این وکیله، این قاضی، رفتن کتاب مدرسهش آوردن بیرون. راستی اینم خیلی جالبه، نشون داده که اینا به غیر از اینکه آبجو از بالا میخوردن، از پایینم اماله میکردن. تا امروز من هم چیز نمیدونستم، بهش میگن بوفیم مسکن. برید بخونید آقای قاضی گفته که ما با دیگران به اصطلاح از بالا و پایین، که دیشب تو تلویزیون های اینجا مسخرهش می‌کردن،
طرف میگفت من امشب میخوام شراب از پایین بخورم، اتفاقا اسم شراب شیراز هم آورد، گفت شراب شیراز، بعد وقتی اماله کرد گفت چه طعم و مزه خوبی داره. بمانه کتابای مدرسه الان سال هاست تو آمریکا که فکر کنم 200 سال هم شما میتونی بری یه بوک فلان دانشگاه رو بیاری که امسال کی اینجا بوده، کی فارغ التحصیل شده، کی نمرش چیه. ما یه مأموریت خیلی کوچولو و معمولی به این دوست، به این خواهر عزیز دادیم، گفتیم شما که اونجا هستی دو کلمه آلمانی و سوئیسی و نمیدونم هر زبانی که بلدید به اینا بگو، کجا رفت این پرونده آقا محمد رضا؟ هیچی، زیر پتو فعلا چی میگن، زیر فرش. میدونید وقتی میگن خونه کثیفه میگن جارو میکنن فوری میکنن ایش زیر فرش، فعلا وقت ندارن برش. نه شاهی که دیپلم نگرفته، باباش به جایی که بهش بگی برو مدرسه نظام، میفتد دانشگاه نظام، دانشگاه نظام باباش میره بازرسی، میبینه این آقا خوابیده، وقتی که دیگران دارن نظافت میکنن، دارن آشپزی میکنن، دارن اسلحه تمیز میکنن. اینجوری میشه و ماها اون بت پرستیمون میشه بزرگ شاهان، نمیدونم سایه خدا، چی میگن آریامه، هی به خودمون اجازه نمیدیم ایراد بگیریم ازش، بگیم آقا چرا میای برای طرف مینسی، ما به شما تقدیم کردیم، اصلا چرا میگیم ما، چرا کلمه ما استفاده میکنیم، مگه فارسی بلد نیستی؟ من، تو، او، ما. و مردم برای جوک میسازن، میگن شارب در 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 زد، چون توی اتاق نمیخوابیدن، اونم مثل ترامپ زن جوانی داشته، زنش گردش بیرون، شاه با زنی ازدواج میکنه که نصف سن خودش داشته، 40 سالش بود با یه زن 20 ساله ازدواج میکنه، با زنی که چندین دوست و نامزد داشته، همه این دوست و نامزداش میاره توی کاخ، شاه هم صداش در نمیاد، چون خود شاه هم خرسواری میکرده، این ور طلا رو داشته، اون ور علم رو داشته، اون ور نمیدونم پرون رو داشته، تو این کاخ میرفته همجنسگرایی، تو اون یکی براش خانم میآوردن، شب میرفته با دبلو دبلو با دبلو نمیدونم چی برق بازی، خانم خراب بوده کاخ، قبول کنید کسی که نیست که من هستم و شما، قبول کنید دیگه، بین ما میمونه به کسی نمیگی. متشکرم. خب این عکس 2 و 1 رو دیدید، این روزا مواظب باشید چه عکسی از کجا میاد و چی میگن. و اما میدونید که این ماجرای طوفان قبلی شد جزء یکی از خاطرات بد و سابقه بد جورج بوش که برای همیشه باهاش میمونه و نتونست به موقع مردمی که استخدامش کرده بودن که آقا ما تو رو گذاشتیم اگر یه امرجنسی پیش اومد بتونی به موقع ماشین بفرستی، نمیدونم نیرو بفرستی فلان، نه نتونست. شانس آورد جورج بوش برای این نادان، یه طوفانی اومد پارسال، 3000 نفر کشته شدن، هنوز برق ندارن پورتوریکو. خب حالا این یه عکسیه یا مسخرن، یا اگرم مسخره نیست مال قبله، مال تگزاس و اینا هست که ترامپ طوفان. ببینید میگه عکس اینه، میتونیم با این نگاه کنیم. انتشار عکسی جنجال‌آمیز از امدادرسانی ترامپ به قربانی طوفان فلورنس، عکس اصلا این عکس مال حالا نیست. بعد شما به من بگید یه کسی باید خیلی نادان باشه که وقتی میخواد بره تو آبو میخواد بره کمک کنه، دیدید وقتی اینجوریه اینا پیرن کوچلوار نمیپوشن، کراوات نمیزنن، جاکت یا کاپشن میپوشن، اگه هوا گرم باشه پیرن که میپوشن، حتی پیرنشون و آسینشون رو میزنن بالا که یعنی ما آماده هستیم کمک کنیم، این تیر چراغ برق رو بکشیم اونور، این ماشین رو هل بدیم کنار خیابون، این کوچه رو تمیز کنیم، اینجوریه. ولی این عکس که احتمال زیاد فتوشاپ، ولی اگه فتوشاپ هم نباشه، این مردی که سال 2015 رفته باشه یه همچین کاری انجام داده باشه، باز نشون میده که این چه آدم متظاهر دروغگویه. در چند روز اخیر تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی که بر روی یه قایق کوچک نشسته و به نظر میرسد به یکی از قربانیان طوفان فلورانس کمک میکند،
به سرعت در رسانه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. اما همانطور که کوین راس خبرنگار نیویورک تایمز در توییتر خود هم به آن اشاره کرده، این تصویر جعلی بوده و مربوط به سال 2015 در تگزاس است، یعنی مدت‌ها پیش از آن که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود. حالا اون گفته جعلی بوده، ولی به ما نمیگه که این اصلا ممکنه اینجا ترامپ نبوده، ممکنه اینجا یه نفر دیگه نشسته بوده، اینا عکس جایگزین کرده. اگه کسی میخواد باید بره توییتر کوین راس رو پیدا کنه و ببینه کجا به کجاست، نقل کجاست. و اما نوشتم اینجا اهواز، بذارید من این رو هم بهتون نشون بدم. اهواز ببینیم اون چی میگه. آها، اون ویدیویی که ما گذاشته بودیم، دختر کوچیکی برای باقای باره چی میگن سر جنازه پدرش داره گریه میکنه و یکی از این مجاهدین احمق آمده بود گفته بود که این فیلم ساختنی هست و ساختگی هست و اینها، من بعد این عکس رو فرستادم، گفتم این عکس هم ساختگیه و تمام اینا هنرپیشه هست. یادتون اون وقتا هنرپیشه ها تو خیابون لاله‌زار اینا صبح که میرفتی، اینا برنامه‌شون شب بود دیگه، صبح بیچاره خونه زندگی هم بعضی هاشون نداشتن، نه هنرپیشه ها مثلا مثل بیکمان وردی و اینا، خیلی هاشون تو لاله‌زار همینجور نشسته بودن. من یادم یک نشسته بود داشت سیب زمینی پخته میخورد و من از شیراز رفته بودم، خیلی تعجب کردم که اینو دیدی بودم کنار خیابون نشسته داره سیب زمینی پخته میخورد، آب پز میخورد. خب گفتم اینا هم ببینید، اینا همه هنرپیشه هستن، اینا که توی اون ماجرای اهواز نبودن. اهواز آقای جمال عبداللهزاده، این دوست کرد و رشید ما، که چه عکسایی گرفته، این کت شلوارای شما میدونی این لباسای کردی دوستان از کت شلوارای نمیدونم باس و فلان اینا گرونتره. حالا ما هم صبر میکنیم وقتی اومد تو سر میریم یه کت شلوار میخریم، ولی اینا وقتی میرن مثل شلیتایی که تو شیراز تو بازار چیز بود، از دامن مینیجوب خانوما خیلی گرونتر بود، دامن مینیجوب یه پارچه اینقدی بود، شلیته 8 تا لباس بود همش زردوز بود فلان اینا، خیلی کار برده بود، خیلی پارچه برده بود، گرونتر بود. این لباس کردی که این دوست ما آقای جمال عبدالله زاده میکنه برش و عکس میگیره، جست میگیره و به اصطلاح مبارز کامپیوتری هست، اینا بهشون میگن مبارز نستو، من میگم مبارز پستو. آقا شما برو روزی 10 تا پاسدار بکش، به من چه؟ و ببین خانواده اونم میاد چه کارت میکنه، ببین دولت هم میاد چه کارت میکنه. ولی الان ببینید تو تهران عکسایی که میگیرن، اولا این احمقا فکر کردن روحانی اونجاست، رفتن اونجا اصلا روحانی نبوده، امام جمعه چیز بوده که اونم با وجود که اینا از پشت صحنه اومدن نتونستن به اون خدشه‌ای وارد کنن، ولی مردم بیگناه رو کشتن. ماکسیمومش یه دو تا پاسدار و جبه چی میگن بسیجی و اینا رو هم کشتید. اینا کیان؟ اینا آدمایی هستند که از فقر، از بیکاری یا از نادانیشون آخوند سوء استفاده کرده، اینا رو برده اونجا و کرده گوشت جلو توپ شما، جلو مسلسل شما. ولی اینا هنرپیشه هستن، اینا همش دروغیه، تمام عکسایی که شما میبینید، تمام گریوزاریا همش دروغه هست. خب اینم از این اهواز. و اما توانا بود جمعه است، بذارید براتون یک کمی شعر بخونیم. و توانا بود هر که دانا بود، شما باور داری به این؟ میگن نه آقا عوض شده. یادتونه صمد یه فیلمی بازی کرده بود، میگفت به ما گفتن انشا که علم بهتر از یا ثروت، بعد وقتی رفته بود لیلا رو بهش نده دودن اینا، اینا حالا دو شب رفته بود کلاس اکابر، فکر کرد واقعا عالم شده، میگه آقا علم به درد نمیخوره، ثروت خوبه. معلم گفت توانا بود هر که، دانش آموزی ادامه داد، توانا بود هر که دارا بود، ز ثروت دل پیر برنا بود، توهی دست به جایی نخواهد رسید، اگرچه شب و روز کوشا بود، ندانست فردوسی پاکزاد، که شعرش در این عصر بیجا بود، گرو را خبر بود از این روزگار، که زر بر همه چیز والا بود، نمی گفت آن شعر معروف را، توانا بود هر که دانا بود. می دونید که این بر وزن شعر مثلا حافظ
شعر گفتن بر وزن مولوی، بر وزن حالا اسم اینا چیه من نمیدونم، من رشتم ادبی نبوده، اینا کاری نداره. شما یه مدت مثلا یه ماه شعر این شاهنامه فردوسی بذار رو میز، شعرها رو بخون، بعد ببندش، بعد یه جایی نشستی میخوای یه چیزی بگی یادت نمیاد، ولی میگی، اونو که میگی بنویس، میبینی خود شما شعر گفتی. اینه که مثلا وقتی حافظ، حالا میگن کتاباش سوخت آتیش گرفت هرچی، بعد جمع آوری کردن، مثلا میبینی اگر 5000 خط شعر داشته یه دفعه شده 15000 تا. چرا؟ پدر بزرگ سوربی هم احمد آقا مثلا اونم دو تا شعر گفته و اینم رفته داخل شعرهای حافظ. اینه که بعضی وقتا یه کمیته‌ای میذاشتن، کمیته حافظ شناسی و اینها میمدن تصحیح میکردن شعرهای خیام، شعرهای حافظ، بابا طاهر، اینها خیلی هاش ساخته و پرداخته مردمه. چرا؟ برای که مردم هم دست کمی از اونا ندارن. اگه خیام تونست، بله دانشمند بوده، نمیدونم نجوم شناس میگن بوده، ولی بالاخره اونم یه آدمی بوده، ریاضیدان بوده، این بغلش هم ممکنه دو کلاس از اون کمتر سواد داشته، در صورت اینم توانا بود، هر که دانا بودن. و باز راجع به نوشته های روی اینترنت خیلی مواظب باشید. من اینو امروز دیدم، یه دوستی که برای ما چیزای طولانی زیاد میفرسته، هرچی هم بهش میگیم بابا محض رضای خدا به من بگو ناخدا کمتر طولانی بنویس اینا، ولی گوش نمیده. این ببینید مال سال 2016 بوده، ولی من نمیدونم چرا امروز برای من به اصطلاح رسیده از طرف ایشون، و اینجا من به شما اینو نشون بدم که بعضی چیزایی که بعضیا میگن اینا هم مثل عکسایی که نتنیاهو نجات نشون میده برای خودشون خوبه و برای عمه‌شون. اینو آقای محمد آر، حتما محمد رضا خلیق نوشته، ایالات متحده آمریکا بر روی همه اسکناس‌های خود کتباً قسم خورده است. نه آقا این حرفا چیه؟ اولا بر روی اسکناس شفاهن قسم خورد، خب معلومه که روی اسکناس کتبیه. خب حالا ببینید چه قسمی خورده آمریکا. جالبتر اینه که اکثرم گذاشته اینجا، میگه اسکناس ها و پول بدون پشتوانه سپرده های طلا و جواهرات پول آنها در سراسر جهان به زور قابل اعتماد است. بهتر است بدانیم دولت های آمریکا تنها کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم چنین امتیازی را مضاف بر امتیازات حق وتو علاوه بر ژاندارمی بین المللی و دخالت در تعیین و تغییر حکام سایر کشورها. آقای خلیق، آقا این کجا، این که اینجا نوشته The United States of America، ایالات متحده آمریکا، زیرش نوشته In God We Trust، یعنی ما توکل به خدا میکنیم، ما خدا رو باور داریم. اینجا هم نوشته $100. آخه شما اومدی عکسم انداختی، شما براش نوشتم، آقا من نوشتم من 32 ساله اینجا، بالاخره اگه هر روز دست به پول نزنیم، یکی در میون باد به پول، یه جا میگه کش قبول میکنم فقط، یه جا میخوای پول بندازی تو این قطیا کوک بگیری، اینا باید کش داشته باشه، پول نقد داشته باشه. و همه پول اینا اولا یه اندازه است، برعکس پول ایران و آلمان که سایزهای بزرگ داره کوچیک داره و اینا، همشون از یه دلاری تا 100 دلاری یه اندازه است از لحاظ طول و عرض. اینم نوشتش، آخه این مزخرفات چی شما میگی؟ کجا اینا گفتن که ما پولمون بدون فلان؟ ولی من نمیفهمم، و پخشم میکنن. تازه اونی هم که برای من فرستاده نوشته لطفاً اینو برای دیگران پخش کنید. خب حالا ما اینو پخش کنیم، از امروز دیگه مردم آمریکا، مردم ایران دلارای آمریکایی رو قبول نمیکنن؟ نمیدونم والا، مغزمون مثل که واقعا توش پهنه. و اما عکس مریم خانم هم که نشون دادیم، بله اون فیلمه نمیدونم اسمش چی بود، ولی خانمه اسمش قمر خانم بود، خانم پروین ملکوتی، این اکبر همه چی یادشه. بگو ببینیم اگه اسم خانه، نمیدونم خانه اجاره یه چیز اینجوری بود، در صورت مردم میمدن نگاه میکردن، ولی خیلی از خونه ها اینجوری بود دیگه، وقتی در رو باز میکردی میرفتی این مال یکی بود اتاق، اون مال یکی بود، مال یکی بود، تقریبا همه مثل هتل بود. یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا به پاس احترام به قربانیان تروریسم در اهواز. اجازه بدین اگرم باز این
بعد دوباره باید بریم ته چا این وبسایت این دوستمون نگاه کنید دوستان no2terrorist.com. ببینید خب ایشون انگلیس درس میخونده و بلند شده رفته با مجاهدین، یکی از سران بالای مجاهدین بوده و من یه در بهشون گفتم آقا شما باید این صفحت رو اگه کسی تا حالا بهتون نگفته من الان میگم بعد درست کنید. این چیه؟ شما لینک میفرستید ولی اینجا نیست. خونه قمر خانم، بله خانم به اصطلاح آقای بها اولی هم میگه خونه قمر خانم، بله. بعد با حال ما بریم پایین، اون وقت همه که نمیدونن باید برن پایین. حالا دوستان شما نمیبینید چون قرمز که میشه دیگه نمیبینید، ولی من براتون میگم برو 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 برو. این صدای ماوس رو میشنوین؟ ببینید 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 انگار 2 کیلومتر من باید کاغذ ننوشته برم پایین تا اینو پیدا کنم. آقا نکن نساز، این سایز داره، این سایزشو توی اون یه پارامتری اگه بنویسی احتمالاً این وبسایت شما مثل من عقب افتادن HTML یعنی همون زبان کامپیوتری قدیم، اصلا اینو بنداز دور. الان از اینا شده که چیه وردپرس یا اونای دیگه است که درگ میکنی میکشی میندازی داخلش. تفاوت مردم ریپورت دات کام رو نگاه کنید با مردم تیوی دات کام اینه. مردم تیوی دات کام هنوز اون سیستم HTML برای که اون دوتا دوست ما درست کردن، مردم ریپورت اونیه که من خودم بعدن جدید یاد گرفتم درست کردم. خیلی هم ساده تر، اکثر رو میگیری میذاری، شما میتونید اونجا ویدیوهاتون رو بذارید. راستی برید روی مردمریپورت.com سمت راست بالا میتونید ویدیو خودتون رو بذارید. آقای ابهری شما هم اگه ویدیو چیز دارید دوست دارید میتونید اونجا بذارید، مجانی هم هست. 1 دقیقه سکوت در پارلمان اروپا در همدردی با قربانیان تروریست در اهواز. آقای داوود باقروند ارشد بنا به دعوت پارلمان اروپا در کنفرانس کودکان این پارلمان شرکت نمود. در این کنفرانس که مشکلات و ستمهایی که متوجه کودکان در جهان هست مورد بررسی قرار می گرفت، آقای باقروند ارشد در نوبت خود از جنایات علیه کودکان سخن گفت. بعد اینجا هم عکسشونه، میبینید این عکس آقای با یه چند تا برنامه اینجا داشتن، خودشون هم تو همین وبسایت و اینها برنامه‌ای میذاره. میگن که بعضی مسئولین نمایندگان پارلمان اروپا که در این کنفرانس حضور داشتن این اسامیشون نوشتن، بعد نوشتن که من قصد دارم امروز علاوه بر محرومیت مطرح شده در کنفرانس مانند فقر، سوء تغذیه کودکان جهان به مسئله شاید مهمتر اشاره کرد، یکی از عوامل بسیار خطرناک در امر محرومیت کودکان جنگ و تروریسم است، چه تروریسم گروه‌های جهادی و چه تروریسم دولتی. متاسفانه در این منطقه شاهدیم کودکان در جنگ یمن که من به دلیل جنایت جنگی در آن که در آن صورت میگیرد یمن که من این معنی اضافیه در جنگ یمن که به دلیل جنایات جنگی در آن صورت میگیرد تروریسم دولتی مینامیم، نه تنها از حق تغذیه و درمان و رفاه محروم هستند، بلکه خب دیگه ماجرای تروریست و اینها رو ما میدونیم. و ضمن این که همه ما میگیم که قرن 21 این عملیات تروریسمی و نظامی دیگه دورش گذشته، ولی میبینیم که هنوز انجام میشه. دوستان عزیز ساعت 2:53 است، من 5-6 دقیقه دیگه با شما خواهم بود، بعد اصلا 1-2 ساعت تلویزیون مردم همه چیش خاموش میشه چون میخوایم یه لیف و صابون بزنیم به این. و اونایی که صدای ما رو با تلفن گوش میدین لطف کنید برای من بنویسید، چون این سیستم جدید تلفنی که از 1 ماه پیش درست شده و یه شرکت جدید هست به نظر من بعضی وقتا قطعه. و امروز هم برای اون خانمه نوشتم، نوشتم ما چندین سال با اون آدیو نا بودیم هیچ اشکالی نداشت، ولی با این زینو من از بیرون که زنگ میزنم بعضی وقتا میبینم قطعه. بذارید ببینم الانم زنگ بزنم ببینم چی میشه. زینو این حالا اگه من حرف نزنم لابد اونم حرف نمیزنه، ولی نه اگر این کارهای بلند میکنه حرف نزنم لابد اونم حرف نمیزنه ولی نه اگر این صدای میدونی چیه؟ وقتی من حرف نزنم هیس اون فیس هوا یا هیس هوا میره هی دور میزنه این صدا میاد. الان صحبت میکنه، بذارید شمارش هم بهتون بگم 605-475-58-83 بنویسید MTV call to listen مردم تیوی
شماره‌ای که میتونید زنگ بزنید گوش بدید، و اگر زنگ میزنید گوش میدید یه وقت قطعه برای من بنویسید کجا بوده، چون من دیگه 24 ساعت نمیتونم بشینم به حرفای خودم و دیگران گوش کنم. این وقتی که برنامه زنده است همین برنامه رو پخش میکنه، وقتی برنامه تموم میشه برنامه آخرین برنامه های جدیدترین برنامه من، برنامه آقای مینوی، برنامه آقای لادن، برنامه آقای ارشاد، کانون آوا، اینا پخش میشه و همینجوری دور میزنه. آمریکایی‌ها بهش میگن لوپ، دایره لوپ. بله اینم از این ماجرا. خب اجازه بدید که ببینم چیه. آها من اینو برای آقای روحانی نوشتم، حالا به دست برسه یا نرسه ما وظیفه خودمون انجام میدیم. ما مینویسیم، گفت تو نیکی میکنه در دجله انداز که روزی این آقای روحانی وقتی گفت بگیم آقا نگاه کن ما فلان تاریخ بهت گفتیم، دیگران هم بهت گفتن. آقای روحانی از اینکه ترامپ یک شارلاتان فاسد بوده و هست شکی نیست، شما بسیار متین و زیبا صحبت کردید، ولی آیا کردار شما و یاران شما با گفتارتان تا امروز یکی بوده؟ آیا وقت آن نرسیده که اول با خودتون و پس از آن با مردم صادق باشید؟ امیدوارم قبل از اینکه سرنوشت بدی پیدا کنید بیدار شوید. یادتون باشه شاه، صدام، قذافی، حسنی مبارک و الی آخر. اینم از این. خب بعدیش پلی مسیجز آقای مرتضوی بود، بعدش یه خانمی بود که به اصطلاح آدرس خواسته بود که چک بفرستند و ما هم براشون فرستادیم. یه جایی هم جان بولتون گفته خطاب به ایران، ما را ارباب جهنم میخوانید، پس اگر با ما در بیفتید جهنم را میبینید. آقا این جان بولتون دیوونه است، این نمیفهمه که اصلا سیاست آمریکا اینه که شما هر روز به ما بگو مرگ بر آمریکا، ولی دلار ما رو باید بخری 20,000 تومان و ما نفت شما رو ارزون میخریم. پیش شماره هم میخواد، آمریکا رو باید بگیری آقای اکبری، حالا شما از اونجا 2-0-1 میگیرید، چون ما اینجا عادت کردیم به 0-11 و 2-1 و یه از این مزخرفات. ولی آمریکا، من معظمی هم تو نوشته ها مینویسم که اینه 605-475-58-83. اتفاقا با واتساپ و اینا که میشه مجانی بگیریم بگیریم ببینید کار میکنه یا نه. ممنونم، این رو هم به من بعدا خبر بدید. دوستان عزیز ساعت 2:56 هست و گوشه ای از تاریخ گذشته ایران رو آقای آریانپور با اون آقایی که گفتم آمد اینجا به مردم نگفت که این از طرف جمهوری اسلامی، چون از طرف جمهوری اسلامی هم نیومده بود اون موقع. آقایی هست به نام حسن دهباشی یا حسین دهباشی. اتفاقا وقتی اومد اینجا یه نفر به من زنگ زد که آقا یکی از ایران اومده دنبال کار میگرده، میای ببینیش؟ گفتم والا ما کاری نداریم. گفت آقا این کارش خیلی درسته. گفتیم میبینیمش. رفتیم گفتیم خب شما کارت خیلی درسته، شما بیا کار کن، هر پولی ساختی ما اول از هیچ پول نمیگیریم، هر پولی ساختی بعدن با هم. بعد گفت نه من زن و بچه دارم، حقوق میخوام اینا. بعد یه دفعه دیدیم آقا یک پولی دستش افتاده میره، با هر کسی که شما فکرش کنی ایشون رفته بود مصاحبه کرده بود، از شاه اللهی گرفته بود تا مخالف نمیدونم شاه تا مخالف جمهوری اسلامی، و به اونا گفته بود که مثلا من برای شرکت کانادایی کار میکنم اینها. بعد همه این فیلم ها رو برد فروخت به عنوان تاریخ شفاهی به دولت جمهوری اسلامی. الان هم تو فکر این هست که رئیس جمهور بشه این آقای حسین دهباشی، حسن دهباشی. اینایی که اینجا هستن فهمیدن، میدونستن که اینو اف بی آی گرفت و از اینجا اخراج کرد. بعضی ها میگفتن این با پاسپورت قلابی داداشش اومده، نمیدونم، من خبر ندارم، ولی بذارید من اینو روشن کنم. خیانت شما به چی؟ آها این آقای آریانپور تو یکی دو تا از این برنامه ها بوده و صحبتایی که میکنه گفتم بهتون. یه بار آقای آریانپور درباره همین ماجرای وطن پرستی، خدمت و وظیفه صحبت کرد و جا داره که به صحبتای ایشون گوش بدیم. اجازه بدید من این رو به عنوان حسن ختام برنامه امروز برای شما هم پخش کنم. این آگهی ها رو از اینجا برمیدارم، اینو کلیک میکنم. روز روزگار بر شما خوش، با امید دیدارتون دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. دوستان برنامه امروز از ساعت 1 شروع شده، اگر همش رو ندیدید برگردید از اول نگاه کنید که عمرتون بیشتر تلف بشه. مرسی که با ما بودید، حمایت فراموش نشه. بستگی داره خیانت شما به چی بگید؟
اگر من بیام بگم اعلیحضرت چرا شما قانون اساسی کشور رو زیر پا گذاشتید، منو به جرم خیانت تحویل دادگاه میدادن. آیا من خائن بودم یا ایشون؟ خوب رو این توجه کنید. از دید ایشون خیانت یه چیز دیگه ای بود. خیانت یعنی که یه کسی به ایشون بگه بالای چشم تبروز اگر اموال ملت رو میخوردن، این خیانت نبود. ولی وقت 900,000 تومانی رو ارز میکنیم، وقت 900,000 تومانی فرمانده نیرو دریاشه، بله، اینو خیانت نمیتونست. این میگفت ما پول داریم، خب باید خرج کنیم، نشون بدیم ما الیم بلیم. نه، ولی ارتشی که اسکلت اصلیش که 70% اون ارتش رو تشکیل میداد، تشکیل شده بود از افرادی که وضع مالیشون واقعا بد بود. ببینید اگر یه عده درجه دار ارتش رو دوست داشتن، ارتش رو نگه میداشتن، ولی همون درجه دارا علیه شدن. توجه میکنی؟ چون از زندگیش راحت نبود، از زندگیش رضایت نداشت، به آیندهش اطمینان نداشت و اچافو میدید. میدونید مثلا ما در تمام پادگانهامون باشگاه افسران داشتیم، ولی ما هیچ وقت فکر نکردیم که درجه دارم حق داره باشگاه داشته باشه. ما استخر شنای افسران داشتیم، ولی هیچ وقت استخر شنای درجه داران نداشت. خب اون میدید، فکر نکنید احمق بود، اون میدید که یه اختلافه به خاطر 4 کلاس درس خوندن بیشتر. توجه میکنید؟ اینه که در ارتش آینده ما بایستی کسی رو وارد ارتش کنیم که از لحاظ مادیات تامین باشه، محتاج نون شب نباشه. وقتی محتاج بود خیانت میکنه، دنبال دزدی میره، تلکه میگیره. پاسبان ما نباید 6 کلاسه باشه، پاسبان مملکت ما باید بالای دیپلم درس خونده باشه و از لحاظ مالی تامین باشه. خود من سرگرد بودم، از ستاد نیرو میرفتم منزلم، همون طرف های سید خندان بود، خاصبانه همچین شخصی بودم. چرا تون میرفتی؟ تون نمیرفت. میدونی باید حق جریمه بدی، 20 تومن بده، تصدیقتو بده. دادم تا دید افسرم یه احترام گذاشت، ببخشید نشنام. گفتم تو چون من افسرم خطامو چشم میپوشی؟ اگر من خطا کردم، خطا کارم، چه افسر باشم چه غیره. گفت آخه ببینید الان سر ظهره، این جملشه، همه رفتن غذا خوردن، من 10 تومن ندارم برم غذا بخورم. به خدا گریم گرفت، گریم گرفت. میدونی؟ برای اینکه اونم حق داره. اون وقت این پاسبان 8 ساعت سر پست بود، کجا میرفت از شویی؟ بله؟ او آب نمیخواست، اون تشنش نمیشد. چطور بر میگشت به محله؟ باید پیاده میرفت یا اتوبوس سوار میشد. ببینید، یا پلیس نداشته باشیم یا اگر داریم بهترین رو داشته. وقتی پلیس ما خوب باشه کشورمون خوب میشه، امنیت به جا میاد، نه اینکه هر کس و بی کسی رو، بی سوادی رو ما بکنیم مأمور انتظامات کشور. اون چه شعوری داره که انتظامات رو برداره؟ Thank you.
فکر نکنید رفته بودم، تلفن زنگ زد. خدا نگهدار، با امید دیدار.